ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان عزیز عرض سلام و احترام داریم خدمت فرد فرد. بسم الله الرحمن الرحیم. از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان برنامه بخش تحلیل و تفسیر اوضاع افغانستان در خدمت قرار داره. دوستان عزیز بالای اوضاع گرم افغانستان انشاءالله صحبت خواد کردیم، البته در روشنی اخبار و رویدادهای اخیر افغانستان. تا جایی که میدانیم و خبر داریم دوستان عزیز، جرگه یا نشست یا گرد همایی در قطر در پیش است که از روز جمعه آینده آغاز میشه و روز یک شنبه آخرین روز از او خواهد بود در قطر، و تعداد کثیر دعوت شدن از بیرون و داخل افغانستان و این جلسه جلسه تفهیم میان افغانها شمرده میشه و به اعباد وسیع تعداد کثیر در اونجا حضور خواهند داشت. البته در انتخاب افراد و اشخاص میان حکومت افغانستان و سران احزاب افغانستان مشکلات موجود است. به هر حال میریم سراغ چند خبر دو روز قبل که مهم بود. عملیات الفتح تحت عنوان الفتح توسط طالبان آغاز گردیده، تحت عنوان الفتح و عملیات بهاری طالبان که البته سراسری بالای مراکز و نیروهای افغانی و قوای اشغال هم عملیات تهاجمی داشتند و خوناشام بوده، تا این دم او اعلان گردیده. به تعقیب البته و همچنان واکنش نیروهای امریکایی به این اعلان که البته از یک سو یک فرصت بشار نیک است، طوری که یکی از قماندانان نیروی عسکری امریکا بیان می داشت برای طالبان که صلح برقرار شود، جانب خشونت طالبان برگزیدن. شنیدم از زبانی از اونا خبر اول جالب بود، چون جنگ ها آغاز شده، خونریزی ها آغاز شده، دو طرفه تلفات در خاک افغانستان بیداد می داره. و همچنان خبر بعدی از او، طالبان از لست سیاه ملل متحد. تعدادی از طالبان طوری که می دانین خود ارگان طالب در لست سیاه ایالات متحده امریکا هم قرار نداره و از در لست سازمان ملل متحد یا بین الملل هم قرار نداره، مگر بعضی از طالبان فرض کنین ملا برادر و نمیدانم ملا امیرخان متقی و بعضی افراد و اشخاصی که البته اسمایشان در اینجا برده شده در لست سیاه سازمان ملل متحد قرار داشتن، اونا از لست سیاه بیرون شدن، که در حقیقت یک موفقیت برای طالبان هست و اونا تقاضایشان یکی از اقلام خواسته های طالبان همی بود که از لست سیاه بیرون شوند و او را پذیرفتن. البته در این نشست ها و سازمان ملل متحد اعلان داشتن که چند تنی از طالبان از لست سیاه او ارگان یا مؤسسه بین الملل بیرون شدن. خبر جالب بود و همچنان اخبار امروز دنبال می داریم که البته لوی جرگی مشورتی صلح که توسط آقای دکتر صاحب اشرف غنی پیشنهاد شده بود و در چند ماه رایزنی است این رابطه و رئیس از او را عمر داودزه برگزیده، آقای دکتر صاحب اشرف غنی برای مدیریت و تنظیم از او توسط کاندیدان و سران احزاب البته رد شده و او را یک همچنان طالبان او را رد داشته که یک تزویر است و دروغ است، که البته در میان کشمکش موجود است که همه تو یک لوی جرگه دایر نشود، که زمره عبدالله که البته یک بدنی حکومت موجوده را تشکیل میده تحت عنوان وحدت ملی که توسط آقای جنکیری پیشنهاد شده بود، و همچنان رحمت الله نبیل که یکی از کاندیدان هستند و آقای احمد ولی مسعود نورالحق علومی، اما با هم لوی جرگه مشورتی
آقای اشرف غنی را منتفی قرار دادن و البته یک خبر جالب بود و او را تحریم کردن. البته از سرگیری گفتگوها میان خلیلزاد و طالبان که البته همیال فعلا همین روز که 15 ماه اپریل است در قطر اثر گرفته شد و بالای مسائل عمده صحبت دارند. البته امو روند نشستای خلیلزاد با طالبان البته نشست بعدی از است. به هر حال دوستان عزیز میریم سراغ یک چند خبری از افغانستان با استناد طلوع نیوز که برگزیده بالای همین موضوعات انشاءالله تحلیل و تبصره های خود با شما را خواهیم داشت. لطفا توجه دارین به خبر اول. طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام الفتح در برابر نیروهای خارجی و حکومت افغانستان اعلام کردند. در یک اعلامیه طالبان حمله بر نیروهای داخلی و خارجی و نیز تصرف بخش‌های بیشتر به ویژه شهرها از هدف‌های این عملیات گفته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات الفتح را شورای کویتا اعلام کرده و طالبان حراس افغان پس از شکست‌های افتضاح آمیز می‌خواهند به جنگجویانشان روحیه کاذب بدهند. کریم امینی گزارش می‌دهد. اعلام یک رویارویی نظامی دیگر در کشور، الفتح در برابر خالد، آن هم در اوضاعی که گلیم گفتگوهای صلح پهن است و امسال را سال صلح نام گذاشتند. با باور طالبان آخرین عملیات اینا در حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان خواهد بود و بعد از این عملیات اینا انتظار فتح دارن، انتظار پیروزی رو دارن. طالبان در روز نخست این عملیات تصویرهایی از آمادگی جنگجویانشان پخش کردند، اما وزارت دفاع ملی میگوید که طالبان در کشورهای خارجی تمویل و تجهیز میشوند و به اشاره بیگانگان میجنگند. وزارت دفاع ملی هشدار میدهد که نیروهای امنیتی در برابر دشمنان خواهند جنگید. طالبان صبح امروز اعلام کردند که آنان به جای صلح خشونت را انتخاب کردند. رهبری مأموریت پشتیبانی قاطع گرد هم آمدند و جنرال میلر گفت که طالبان واضح ساختند که آنان خواست مردم را نادیده گرفتند و زمینه خشونت های بیشتر را فراهم کردند. ما فرصت های زیادی برای صلح داریم. ما پس از 40 سال اکنون به صلح نزدیک شده ایم. ما از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی می کنیم، چون آنان از مردم حفاظت می کنند و با طالبان می جنگند. حکومت و طالبان در حال عملیات های بهاریشان را اعلام کردند که یک هفته دیگر به برگزاری نشست دوحه مانده است و نیز طالبان و امریکاییان برای هفتمین دور گفتگوهای رو در رو آمادگی می گیرند. تا زمانی که پای توافقنامه ختم جنگ امضا نکنیم جنگ ادامه دارد. ما در هر لحظه باید در سنگر بوده باشیم تا زمانی که توافق آتش بس امضا می شود. در این میان ریاست اجراییه جنگ را رای حل نمی داند، اما تاکید می ورزد که اگر طالبان به جنگ ادامه دهند سرکوب خواهند شد. اگر کماکان مخالفین مسلح حکومت بخواهد خشونت کنه، طبعا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از تمام امکانات و ظرفیتهایشان استفاده میکنه. با این هم در میان دود و آتش جنگ امیدها بر روزنه گشوده شده به سوی صلح بسته شدند. بله، همونطور است، جنگ به شدت دوام داره و طالبان سراسری کوبنده می جنگن علیه اردوی افغانستان. متاسفانه و اردو افغانستان نیروی امنیتی افغانستان که در رکاب دگاه می دوند و ماش می خورند، تلف می شن و همچنان طالبان هم تلفات بشمار دارن. دو طرفه افغان ما در داخل خاک افغانستان البته قربانی میشن. تاسف است، خیلی نخیلی اخبار گرم افغانستان است باید صحبت شوه. اما تو که یکی از تحلیلگران گفتن که عملیات بهاری یا همی عملیات طالبان علیه اردوی بیگانه یا
امریکایی یا ناتویی بگویم یا ائتلاف شاید آخرین عملیات باشه، معنی از این که از این به بعد اونا گلمشان جمع میشه و میره جنگ میسکله به یک حساب دیگه، خدا کنه اوتر باشه که دیگه خونریزی از افغانستان قطع شوه، اولاد افغانستان دیگه به خاک و خون نیفته، به فامیل ها ماتم زدن نشه، افکار ما هم ملول نگردد. به هر حال همینطور بود و واکنش نیروهای امریکایی در برابر جنگای طالبان، یعنی سخنگوی امنیتی حکومت دست نشانده افغانستان در میدان جنگ هم جان میلر است و سکات میلر و نمیدانم چند جنرالی را که فرستادن پای هم با افغانستان، اونا بیان میدارن نه وزارت دفاع افغانستان. به هر حال متاسفانه بود خبر شنیدیم. طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شدن، چند تنی که البته در لیست سیاه اونا بودن و طالبان تقاضا داشتن در نشست ها، یکی از اقلام امو بود و زندانیان از زندان رها شوند، دفتر طالبان به رسمیت و البته در خواسته ها در آغاز ترک قوای بیگانه از افغانستان، بیرون شدن قوای ایالات متحده امریکا بگویم یا ائتلاف از افغانستان در صدر خواسته های از اونا قرار داشت. به هر حال دوستان عزیز خبر بعدی در می رابطه بود، توجه دارید. از سوی دیگر منابع نزدیک به طالبان ادعا می کنند که نام های اعضای دفتر طالبان در قطر از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون کشیده شدند. حکومت و سازمان ملل متحد تا کنون در این باره چیزی نگفتند، اما منابع نزدیک به طالبان میگویند که در میان این 15 تن نام ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان نیز است. همزمان با این قرار است فردا شورای رهبری مصالحه نتیجه رایزنی هایش را از بهر مشخص ساختن هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان اعلام کند. حسیبه اتکپال گزارش میدهد. منابع نزدیک به طالبان تایید می کنند که نام های 14 تن از اعضای دفتر طالبان در دوحه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد برای یک دوره 9 ماهه بیرون کشیده شدند. این منابع می گویند که این تصمیم از بهر پیشرفت در گفتگوهای صلح گرفته شده است. انس حقانی، ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس استانکزی، امیرخان متقی، قاری دین محمد، زاهد الله احمد زی، ضیاءالرحمن مدنی در میان کسانی هستند که ادعا می شود نامهایشان از این فهرست بیرون کشیده شدند. مخکنه نستو که در تور لیست موضوع مطرح و خو هغه وقت به امریکایی جهت بهانه کوله چې افغان حکومت د تور لیست او بندیانو خلاصولو وړاندیز باید وکړي، ولې په وروستنیو شپاړس ورځنیو مذاکراتو کې فکر کوم چې امریکان غواړي نور د سولې دغه مسله حل سي. تا کنون حکومت، طالبان و دفتر سازمان ملل متحد در این باره چیزی نگفتند. دا به نه یوازې د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د باور فضا به د امریکا او د طالبانو ترمنځ لا پیاوړي کړي. دویمه داسې اوازې هم شته چې د دوحې راتلونکې ناستې څخه وروسته کېدای شي ګڼې ناستې په سیمه کې ترسره شي، په ځانګړې توګه په تاشکند ازبکستان کې ناسته وشي. همزمان با این قرار است فردا شورای مصالحه نیز رایزنی هایش را درباره اولویت های کاری این شورا و تعیین هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان که قرار است در نشست دوحه شرکت کند اعلام کند. اما محمد اسماعیل خان عضو شورای مصالحه می گوید که اعضای کمیته ها تا کنون درباره تعیین اعضای هیئت گفتگو کننده و شمار آنان اختلاف نظر دارند. تا دیروز بعد از دوره که من معلومات دارم به او جدول اونا چی نداشتن، به توافق نرسیده بودن. خب بیشتری بود که طبیعتا کوشش میکردن که اعضای دولت بیشتر باشه که این سیاسیون قناعت نداشت. قرار است تا یک هفته آینده نشست بین افغانان در دوحه برگزار شود. همزمان با این زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز برای سرعت بخشیدن به گفتگوها و نیز زمینه‌سازی برای اجماع منطقوی برای صلح افغانستان
به ازبکستان رفته است. دوستان عزیزم، تو راست البته خبر بعدی از امروز است، تحریم لوی جرگه مشورتی آقای اشرف غنی، البته مخالفین فراوان داره و زمره آقای دکتر صاحب عبدالله که البته نیمه حکومت به دست از اونا قرار داره، در وحدت ملی اونا تحریم کردن و اونا مخالفت داشتن، که البته با آقای عبدالله حزب جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی و جنبش و اینا گره خورده که اونا هم برای انتخابات خود یکی از کاندیدان اونا هستن. به هر حال توجب دارین، جالب از خبر تحریم شدن لایجرگه مشورتی صلح است. توی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، این بار دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد عنیف اتمر، وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود و دسته انتخاباتی امنیت و اعتدال به رهبری رحمت الله نبیل نیز این جرگه را تحریم کردند. این سه جریان سیاسی برگزاری لایجرگه مشورتی صلح را دارای انگیزه های سیاسی می دانند و می گویند که برگزاری این جرگه گره گشای مشکلات کنونی در کشور نخواهد بود. در همین حال نورالحق علومی، نامزد دسته انتخاباتی مردم سالاری و حاکمیت قانون، نیز این جرگه را یک بازی با نیرنگ سیاسی می داند. گلاب الدین خبر گزارش می دهد. پس از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله که پشتیبانی جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی اسلامی را دارد، این بار دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر و دسته انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل از تحریم جرگه مشورتی صلح خبر می دهند. این دسته های انتخاباتی برگزاری جرگه مشورتی را از سوی حکومت گریه گشای مشکلات کنونی نمی دانند. سیاسی عذاب سره هغه چې معمولا داخل دي زمونږ په ټیم کې له ټولو سره په مشوره زمونږ پریکړه دا وه چې موږ نشو کولی په دغه سیاسي حالت کې په اوسنۍ لویه جرګه کې ګډون وکړو. دسته انتخاباتی وفاق ملی به رهبری احمد ولی مسعود نیز این جرگه را تحریم کرده است و میگوید که این جرگه خلاف قانون برگزار می شود. سال تقریبا میگن که 360 چند میلیون افغانی را به خاطر این مصرف میکنه. این یک نوع رشوت است به مردم تا بیان جمع شوند و حکومت در واقع هم قوت خود نشان بده که بخ قوت دار. با این حال اینجا شماری از جریان های سیاسی به شمول دسته انتخاباتی مردم سالاری و حاکمیت قانون به رهبری نورالحق علومی چگونگی برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را پرسش برانگیز میداند. نتایج از این ما مطلوب نمیدانم، بجز فراق در داخل جامعه نشان میده، نه نفاق، نه اتحاد و همبستگی ام مردم افغانستان که بتانند سرنوشت خود تعیین کنند. اما شورای عالی صلح میگوید که این جرگه به روز نهم ماه ثور برگزار خواهد شد و تا کنون از میان بیش از 2500 تن بیش از 1000 تن برای شرکت در این جرگه برگزیده شدند. با رئیس محترم جمهور و هم با رئیس محترم اجرایه، با وجودی که خودشان مشکل خود حل میکنن، از جناهای مختلف دیگه که اینا اعتراض دارن دعوت بکنه برای همگرایی بیشتر، بخاطر از اینکه یک از اهداف مهم و اصلی جرگه مشورتی صلح یک همگرایی میان خود افغان هاست. در این میان گلبدین حکمتیار نیز یکی از منتقدان چگونگی انتخاب اعضای این جرگه است، اما تا کنون موقفش را به گونه رسمی اعلام نکرده است. جرگه مشورتی با جرگه قانونی اساسی تفاوت‌هایی دارد. یکی از مهمترین تفاوت‌های این جرگه این است که برایند این جرگه اجرایی نیست، همانند جرگه مشورتی سال 1392 هجری خورشیدی. گلبدین غبار، طلوع نیوز. روی جرگه مشورتی هم کارش پادرواز شد. دوستان عزیز، شما میدانید که توسط دکتر صاحب اشرف غنی یک روی جرگه که متشکل از 2500 البته افغان بوده زیر خیمه روی جرگه شاید با هم جمع میشدن و بالای صلح با طالبان صحبت میشد و بعد از او یا مشوری از اونا را گرفته دکتر صاحب اشرف غنی یک آیتی را تعیین میکرد برای طالبان که اونا با حکومت افغانستان
گفتگو داشته باشد، در حالی که طالبان مکرر او را رد می‌داره. یک چیز خیالی بود که البته به مخیالات رفت و پسکار خود. به هر حال فهرست اشخاص و افرادی که باید به قطر فرستاده شود توسط حکومت افغانستان، که بعضی مامورین حکومت افغانستان جمع افراد و اشخاص شناخته شده غیر مامور، یعنی همکار در حکومت موجوده، یعنی با هم یک جا به حیث یک هیئت به دبی فرستاده شود. شما میدانید که طالبان نمایندگان حکومت افغانستان که تحت عنوان نمایندگان حکومت افغانستان اونجا با اونا نشست داشته باشد، در این جرگه او را رد خواهد کرد، مگر به شکل افراد اشخاص انفرادی افغان میتونن در این جلسه اشتراک کنن. این خبر بعدی بود. توجه دارید قرار است که تا پایان امروز فهرست شرکت کنندگان نشست قطر نهایی شود. ریاست جمهوری میگوید که قرار است در ترکیب این هیئت که بعد او هم میرود، نام های 150 شرکت کننده به ویژه نام های 10 زن گنجانیده شوند. حکومت افغانستان امیدوار است که این نشست زمینه گفتگوهای رسمی را میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان فراهم بسازد. شریف امیری گزارش میدهد. نشست دوحه میان سیاستگران افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان تا 4 روز دیگر برگزار خواهد شد. حکومت وحدت ملی میگوید که 150 تن به شمول سیاستگران افغانستان، زنان و نمایندگان حکومت در این نشست شرکت میکنند. قرار است که امروز به نهایی شود امی فرستا و فرستاده شوند و از جمع از اینا هم هیئت اشتراک کننده در نشست قطر مشخص شود. یکی از نگرانی ها این است که در نشست دوحه هیئت حکومت افغانستان و سیاستگران افغانستان دیدگاه های ناهمگونه داشته باشند که نتیجه مطلوب نخواهد داشت. وقتی که 200 نفر میرن در دوحه یا در قطر، اینا روی چی صحبت میکنن؟ هر نفر بخواه هر صحبتی کنه، در حالی که طرف مقابل 14-15 نفر میاد، یک هیئت واحد است، یک صدا دارن، یک گپ دارن، گپ خورن. این 200 نفر روی چی صحبت میکنن؟ در حالی که فهرست نامهای شرکت کنندگان نشست قطر تا هنوز همگانی نشده است، اما خواست های این هستند که این هیئت همشمول باشد و بتواند که خواست های شهروندان افغانستان را به گونه لازم بازتاب دهد. که هیئتی که از افغانستان نمایندگی بکنه، هم دولت افغانستان و هم گروپ هایی که دیروز در برابر طالبان جنگیدن و هم احزاب سیاسی را شامل شود و این بتانه با گروه طالبان مذاکرات برای حل معضله افغانستان داشته باشند. قرار است که نشست دوحه به روز 30 ماه حمل تا روز نخست ماه ثور برگزار گردد. از سوی هم منابع آگاه از این نشست میگویند که احتمال دارد در نشست دوحه 25 تن از نمایندگان طالبان شرکت کنند. در هم یا خبر رو هم داشتن در قطر ناصر در خلیزاد و در امریکا در حیعت و طالبان و ترمنز بیا نن البته سر شروع و لره چه البته سو ناستی سوی وی دا تعقیبی ناست دا او نن کیگی پا قطر که چه البته بیا هم دی صلح با حکل خبری اتری دی دوی ترمنزه اما غزی سیروانی وی دا مغول لره دا نن کیگی دا بل خبرو توجب دانیم. در این حال گفتگوها میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان امروز در قطر آغاز شدند. منابع آگاه از این گفتگوها میگویند که اعلام عملیات بهاری طالبان به خواست‌ها از بهره کاهش نبردها در افغانستان و نیز رسیدن به یک آتش بس از موضوعات هستند که نمایندگان آمریکا با نمایندگان طالبان درباره آنها گفتگو خواهند کرد. در این حال وزیر خارجه پاکستان میگوید که هرچند در برابر گفتگوها میان طالبان و آمریکایان موانعی ایجاد شده است، اما اسلام آباد انتظار دارد که این گفتگوها به نتیجه برسند. در این باره هم شریف امیری گزارش دارد. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر پس از اوجگیری جنگ ها در بخش های از افغانستان و اعلام عملیات بهاری طالبان انجام می شود. گفتگوهای آمریکا با طالبان ادامه دارند. چند نشست انجام شدند. انتظار می رود که ششمین نشست به روز 15 ماه اپریل انجام شود. امیدواری ما این است
که نشست نتیجه خوب داشته باشد و این روند به پایان منطقیش برسد. پایان منطقی آن ثبات و صلح در منطقه است و ما در این زمینه کمک میکنیم. منابع آگاه از نشست قطر میگویند که از طالبان خواسته خواهد شد که جنگ ها در بخش های از افغانستان کاهش یابند و به یک آتش بس توافق شود. آقای خلیلزاد رفت به قطر تا با طالبان در این رابطه مذاکره کند تا از لااقل از این خشونت ها تا حد کاسته شود که مانع مذاکرات صلح نشود. پیش از نشست قطر، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در صفحه تویترش از رهبری طالبان خواسته است که به نمایندگان این گروه صلاحیت بحث درباره آتش بس را بدهد و در واکنش به اعلامیه طالبان که گفته بودند امریکا جنگ را بر این گروه تحمیل کرده است، نگاشته است که امریکا این جنگ را تحمیل نکرده است و افغانان چندین دهه است که با هم درگیر جنگ بودند. جنگ طور در امریکایانو په مدیریت باندې روان دی په افغانستان کې امریکایان مدیریتوي او خپل دوی په جنگ کې داخل خلق دی تیاری د دوی دی تیاروان د دوی دی سلا د دوی د ارسه د دوی دی جنگونه اکثر دوی کوي. این ششمین بار است که نمایندگان امریکا و نمایندگان طالبان در قطر دیدار می کنند. گفته می شود که این نشست سه روز ادامه خواهد داشت. از سوی هم رئیس اجراییه در دیدارش با یک هیئت کنگرس امریکا در کابل گفته است که طالبان برای پایان جنگ در افغانستان اراده جدی ندارند و از گفتگوهای سال همچون یک ابزار کار میگیرند. بله دوستان، ده خبرونو واروی تس نظریات هم واخلو، لطفا تلفن بزنین بالای اوزای پرپیچی افغانستان بیاین با هم مشترکن صحبت بداریم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. خطاب راجی به می گفتار آقای مایک پومپیو که در چند روز پیش در امی کنگرس امریکا از سوال جواب شد، با او گفت که آیا امی کتی طالبا که شما گفت می زنین آیا ای اعتبار داره امی طالبا که کیزها را وحد هم نکنن، و او جوابش بسیار خوب آقای پومپیو دادک برای کنگرس منا گفت که در افغانستان در این قدر وقتی که می دولت افغانا که هسته کلش دروغ میگه دوزی کردن هیچ سر یکی شان هم اعتبار نیستی به این معنی که یعنی که سر کی خیلی اونجا اعتبار است، یعنی اگانه کسی که هست اعتبار است فعلا طالب هست و هم فعلا نیت همیچی نشده، اما این دولت پیش یا پس یا کسایی که در افغانستان هستن یا کلش هم اعتبار ندارن در نزد امریکا. و دیگه ای که خود امی نشست آقای خلیلزاد گفت در مورد دیگه چیز هست، اگر در مورد نشست در مورد امی آتش بس هم باشه این چون از طرف طالب ها قبول نمیشه، چرا که مثال سال فتح هست و نیروی اردوی افغانستان و از نگاه نیروی بشری یا اردویش یا پلیسش یا نظامی روی خود از دست دادن و کمبود و هم هستند در نمیتوانند که در مقابل طالب های استادگی کنند، بناهند نیخوان یک دسیسه را به نام آتش بس بیزارند که طالب ها از این دسیسه هایشون خبر است، بناهند و عملیات بس از عملیات را اسدالله خالد که به نام خود مانده عملیات الفتح برشان اعلان کرده. و دیگه ای که خود امی کسایی که نشست در قطر میرن یه فکر میکنم که تاسته که غیر از چند نفری که شما یا دیگر را میرون دیگر کلگی همون یک نظر است که میتری کنم چیزی نیست و نظرشون رو من این نظر نیست غیر از اینکه شما یا چند نفر دیگر باشن. تشکر. اصولا ما میگم تعداد کسایی که بیطرف هستن و آزاد میاندیشن برای افغانستان اندیشه ها دارن، ازبی نیستن، مال افغانستان غرض نگرفتن و منصب و رتبه و مقام های دولتی افغانستان چشم ندوختن، بی باکانه میتونن صحبت بدارن، از وطن دفاع بدارن. مهم تعداد از اونا بیشتر شو، یعنی او تو یک آدم با جرات میتونه ضد طالب، ضد حکومت افغانستان، ضد همی چند نفر دوز دغلی که اونجا جمع میشن صحبت بداره و روی روی چشم به چشم دفاع از حق مردم افغانستان بداره. قدر بیشتر ما میگم تعداد امو اشخاصی و هم طولتهی که بیشی و سای قلق چشمدار گفته بعضی و سای کو و سای بی طرف طرف که ما ولد جلسه اشتراک کردیم و هم درست نیست. یک آدم با شتارت چی میگم بسکشواری که بزرگ با دایری علال در میان همه تو افراد و اشخاص برسانه و از این ملت به دفاع دفاعی داشته باشه، من میگم همون کسا بیشتر باید اشتراک کنند در همه تو محافل و مجالس.
از من اگه خدا خواسته بود و تانستم و امی تقسیم اوقات ما اجازه داد، امروز ما تصمیم خود نهایی میسازم. اگر رفتم ما همون کار میکنم و ما به هیچ کس تعلق ندارم و پروای یکی از اینا را ندارم. ما صرف میخوایم که افغانستان مستقل باشه، آزاد باشه، مقدرات ما را خود ما تعیین بداریم. تا کی در اسارت، تا کی در بدبختی، تا کی در فقر، تا کی در یک تزویر، تا کی زیر سلطه یک چند نفر دوز و دغلی که ناتو بالای ما تحمیل داشته یا ایالات متحده امریکا در گردن مردم افغانستان طوق لعنت واری انداختن. همه بهره رو اونا میبرن، پولها رو اونا چور کردن و زجر از زور، باج از زور مردم افغانستان باید بکشن. بله سلام علیکم. بله و علیکم سلام. لطفا تلفن بزنین، لاین های مالی فعلا باز است، بعدا باز مشغول میشد دیگه، شاید نوبت برای شما حاصل نشه. بفرمایید آقای چی سر زندگی کنه لای خام تاج بفر مردگان ننید فرید گفتا پوش و میان خوالی وطن فروشان را شناخته شده را نخورید. چیز این خانمین همیشه در تلاش میدارند با در انتخابات به مقامات زیر سلاح حکومت به دستشانده باقی مارند. چنانچه استاد ربانی در حالی که در حفاظت قوای نظامی و امنیتی قرار داشت در داخل خسر فرو شد، اما شاه مسعود در طرف دو عکاس غربی در اخیر کمره ابوالفندارباری که مهمان استاد تیاب بودم فرو شد. آقای مزاری و بر حزب وحدت در چالاشا کشته شد. برادر پدر محمد کرزی پرو شدم. اما میراث این زندگانی شرماور عزت و همت شما در کجا نیافته است؟ خاموشی اختاب میدارید. شما دیجبتان اخی خویش را گرفته نمیتوانید. چی رسد که به مردم بیچاره و افغان از این آخر کمک کنید؟ من به انتخابات ریاست جمهوری ولایتی دارید. طوری که از گزارش معلوم میگردد این اومد با حضور شما بیاس مبادر شده است. چی دولت امریکا در حال صلح با طالبان مذاکره میکند با گروه طالبان هم خرید داخل خاک افغانستان کردند. چنانچه گروه طالبان جنگ بهاری را به نام الفتح آغاز نمود و در بسا ولایت جنگ آغاز گریدند. نظر به گفتار اعضای شورای ولایتی مرکز باز از ولایت ها در خطر سقوط می باشد. اما اشرف غنی عبدالله دار و دستش در تلاش از سای کشیده و فرار کنند با این دار. نمیتون از آجی صاحب چیزی که شما گفتین، خود آجی قدیر و علی ننگرهار ترور شد، بعد از اشغال هم پذیرفت، روی خود اسیا کرد، ولی پسرش در پارلمان نشسته و افتخار داره که 280 میلیون دلار در جیبش هست دیگه، و چرا بره رشوت بگیره و مال مردم رو بخوره؟ در حالی که 280 میلیون هم مال مردم است، دزدیده یادم. مگر امور یارای از اون نیست، با داعش جنگ میکنه، مگر امو قاتل پدر خود به دادگاه نتانست کشیده. به هر حال امور از زمری امول است، امین هم بوده. بله سلام علیکم. بله. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام، بفرمایید. جناب محترم سلام زیاد به شما و امیدوار هستم که شما در این جلسه اشتراک کنید و ما به شما اطمینان دارم که شما باید ضروری در این جلسه اشتراک کنید، به خاطر از اینکه شما یک انسان پاک، یک انسان هستین که دستتان به هیچ کدام جنایت یعنی آلوده نیست. شما میدونین که مردانه در اون مجلس که شما حاضر میشین به چشم هر کدامشان شما سیل کنین و شما از هیچ کس ترس و اراس ندارین. شما یک انسان هستین که در هیچ زمان سبب رنجش ملت افغانستان نشین. شما خیرخواه هستین و من به شما عقیده سراسخ دارم که شما میتوانین که مثل یک مرد که به اصلاح به هیچ چیز ضرورت نداره، ترا به حق
و به عدالت شما به هر کدام از آن چی طالب باشه، چی خون خورای افغانستان باشه، چی این مردمی که از هر گوشه کنار اونجا جمع میشن، شما میتونین، شما میتونین که برویشان هر گناهی که نا کردن برویشان بکشین و جواب مردانه برشان بدین که ما شما صلح میخواییم، عدالت میخواییم و قانون میخواییم که بالای هر کسی قانون باید ثابت شود که ما افغانستان واحد میخواییم و به هر طبقی که مربوط هستیم، به هر قوم امرت که هستیم، زیر یک بیرق زندگی میکنیم، مردان صفت زندگی میکنیم و امریکای خاک ما را ترک بگوین و از خاک ما برن، ما بین خود جور میاییم به هر شکل که باشه. شما میدونین، ما به شما یعنی اعتماد دارم که شما میدونین شما باید این کار بکنین. یعنی من خودم کار کرده نمیدونم، به خاطر ازی که من از جنایتکارا کدام عقیده ندارم، اما شما نماینده از تمام ملت افغانستان که تلویزیون شما همیشه از رای عدالت حق همیشه برای ما در تمام دنیا معلوم است که شما عدالت میخواید و حقوق اجتماعی میخواید و باید شما برین. ما شما را این 100% وکیل من از طرف خود شما را من وکیل میگم از نماینده افغانستان که شما باید دوجه حصه بگیرین و موافقتتان را میخواییم. باید از که شما آمدین باز شما جواب میدین و میدین که شما مردان صفت هستین، باید از هست کس ترس نداشته باشین. ما خودم وقتی که من امرای یک آلمانی صحبت میکنم، من هیچ وقت مثل یک مرد که صحبت میکنم، نه نانش خوردیم، نه پیسی مفتش گرفتیم، نه دیگه. مردان صفت کردشم شما بزن. بله. مردان صفت البته منظور شما جرأت هست. این جرأت دیگه در مرد هم است و در زن هم است و در طفل هم است و در جوان هم است. صرف یک کتگوری مرد که دیگه مرد شد و خداوند دوره مذکر آفریده و دیگه بسیار عالی رتبه و عالی مقام است. مدر بعضی خانمای قدر شهامت و جرأت و همکاری با مردم هم میبینم که مردایی که گله گله میگردن، گفته خانم کوچی زیگ سری که تولید نسل میکنه و شب و روز خواستن و تو مردم هیچ بکار نیست، نه همه تو یک زن بکار است که نه از کار خانه است و نه از بیرون، هم تو ککرک خواه باشه و شب و روز. من میگم صفت انسانی بسیار عالی آدم داشته باشه، اما تو که پیغمبر اسلام ایماندار قدر میکنم و خود از او هم بهترین الگوی ایمانداری بودن، امو رو باید تعقیب کنیم. ایمان خود باید متجلی بسازیم، حراس نداشته باشیم جز از خداوند لایزال. وقتی یک کس از خداوند ترسید، باز از دیگاه نمیترسه. به اول احاز ترس خداوند، غیرت یا جرأت علیه بیعدالتی ها و مکر و حیله مردم میشه. یک فرمولی بسیار ساده است، یک زن بود یا مرد بود. دیگه من نمیفهم که ما مردان صفت بسیار تأسف بسیاری مردار میکنم که ای کاش یکمک اینا شور میخوردن و واقعا که مرد آفریده شده، همون کارا که زنها کردن نمیتونه اینا میتونستن، اونا متاسفانه از امو استعداد خود استفاده نمیدارن. باز بشاری زن هستن که یعنی بشار یعنی موفق هستن در اجتماع تغییراتی را بار میاره که و حتی مردم کار کرده نمیتونه. بنان خدا ما را با جرأت بسازه و غیرت امیر نصیب داره که به این دنیای چند روزه چنگ نزنیم، به خواسته های از او دروغ نگوییم برای مردم. بدترین مرکز همه گناه ها دروغ است، خیانت است و چی میگه اخفال مردم است برای داشته های برای خود، چی منصب و مرام و مقام باشه و چی خواسته های مادی باشه. و این دو رکن در افغانستان امروز سجدگاه از اینا شده. به هر حال است. بله سلام علیکم. بله جناب محترم خطاب صاحب، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات. محترم خطاب صاحب، زخپل و هموطنانو تا سلور نقطه پا گتا کوم. اول امریکا، دوام دی امریکا مزدوران، ریم اردو و پلیس، سلورم دی پاک افغانان و اشتراک با هر مناقشه که چه در افغانستان بخاطر دی. برادران محترم، امریکا تجاهل عارف میکنه،
امریکا شکست خورد، روی امریکا سیاه شد، امریکا بزانوشش، امریکا در خطر پیش طالبا آمد. اگر امریکا زانو نمی زد، شکست نمی خورد، از روسا عبرت نمی گرفت که در افغانستان شکست خوردن، امروز ضرورت نداشتن که یا به قطر بره، ضرورت نداشتن که یا وقتی دزایی کنه به طالبان مذاکره کنه. مزدوران امریکا و افغانا، شما فکر میکنین عبدالله خاندان پلید مسعود، شورای کثیف نظار، ستمیای که تب تماما منا در اقلیت دستن، یا صلح میخواید یا کسایی که صلح میخواید برای چک چک میکنه و ریشن میزنه سرش. اردو، پلیس و امنیت خراب شد، مورالش برباد شد. میفهمه که امریکا امرای طالبات مذاکرات است و امریکا جدن از افغانستان میبراید. این تصمیم دونالد ترامپ است، در این کس تغییر آوردن نمیتانه. البته خدا شرماندشان، رویشان سیاه شد. طالبان کامیاب شدن، طالبان فاتح هستن، طالبان جهاد بردن. 18 سال در سنگرهای داغ، 18 سال در زمستان و تابستان، 18 سال در گرمی و خنکی، 18 سال جوانان ما، خواهران ما برای شانا بردن و لان بردن، جوانان ما خود پیدا کردن، حملات اجتهادی اجرا کردن، در سنگرها جنگ کردن. اگر افغان واقعا افغان است، مسلمان است، از افغان پیدا شده به این جهاد چک چک کنه، لبیک بگویه و علی اکبر بگویه. دیر من نه محترم دارم تانو نه من نه سر. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سید. و علیکم سلام محترم. سنگی جور پا خیر و خیرت مهربانی مهربانی. دا یتا سو تاک سو خوزه وای مسی دا دی ضرور تاک دا کتا سو لار سید ولی رختا تا سی دی خلق واسطا سی سو کوی اغه خلق یا هر یو دی گون یا دی بل پنامر پورتجی اغه ندی خلق واسطا جی دی اغه مقصد قاچاق بران غله قاتلان و خلق دی سی بیا هم دی وزل لپاره باری شو فلم موقف ته ځان ورسی. او زلتان دا یو وختنه کومه چې کته حالت لار سی ته باید د شیو کې چې دا غو تاریخ نه لنه حوی هم کال نه تر نه پورې دا هر یو د شی ټکې پټکې دوی ته دوی هغه هغه خیانتونه وروخه او په سترګو ورته وګورې چې ته دا سړی وې چې دا خیانت کړی او ته دا سړی کړته ته دا سړی وې چې ته دا چې کار وکړو امریکا دې راوست چې شورای نزار تاسو دا وکړل او خلیلی او اکبری او دا نور دا په هر یو ګوته په ګوته ورته وایي او ورته وایي چې دغه تاسو دی هیڅ کله د افغانستان د خلکو استازی نه یاستئ. تاسو سره باید محکمه وشي، تاسو نه باید پوښتنې وشي. تاسو د افغانستان د خلکو د یو میلیون قاتلان یاستئ او 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 هغه خلک چې نن ورځ طالبان ناشتي او ګوته باید چې دوی سرونه ټیټ کړي او د هغو ته تسلیم شي او د هغو د انسانیت او اسلامیت او وطن دوستي چې لکه چې مخکې ورو ورو ویلی چې هغو په ګرمي او یخني کې په غرونو کې په وږې او په تنده کې په سرلوچې پښېلوچې د کفر او د اشغال په مقابل کې وجنګېده. حاصل حق دی هغو د حکومت دی هغو حق دی چې هغو حکومت وکړي، هغو خلک یې له کفر نه او له اشغال نه نجات خلاص څو کلاس کړی او هغه دا فیصله کوي چې چا سره کینی او صدقه فیصله وکي او څنګه حکومت کوي. نو دا ایمال لطان دا وخت نه دی چې تاسو لاړ شئ او دا موقع هیڅ وخت نه برابرېږي. دا تاسو ته خدای برابر کړی او تاسو دا خدای دا اجازه درک وخت برابر کړی چې تاسو لاړ شئ او د خلکو د زړه ارمانونه ورپوره کړئ او حقایق وښتنه مې کوله. دیره مننه. ان شاء الله قسمت و لاړو د غشان دي تاسو نظر کې نیسم د نشمند یو شخص صورت وي پښتنو خبر یو زور خو به وي چې نه زور نه ده حق نه 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 منظور مې دا ده چې د اقوال مې زور غواړي ورور ډیر بد خلک دي. خدای ویلي وتواصل بالصبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر ته حق وي خدای به صبر ولا ورور دلته سره افغانستان راځي مصايبه وکوي ورور چې بیرته لاړ سم ته خو دلته الته د ما سرنوشت او کور مې ده هغه هغه خلک نشم علامت دا هغه ورښتام وي وسکه یو نفر لاړ شي او قابل نه راشي او حق وي غنی دوه مبرز ضروري
شورای نظاری تروری دا نور ترورستان چې خلک ترور کړي دغه سې دوی ټول تروری دا هغه حقیقت ده ولی چې هلته به هغه څو په یو کلي کې به څوک څه وایي دا خو داړه ماران دي دوی به د چا په مرګ باندې بند واز نه وي نو هغه حق وایي ریښتان وایي او دا نو خو نه دي ما منظور دا ده چې همدغهله یو جرات غواړي ډېره مننه تاسو باش او قرباني مو غواړي نو سړی که له مرګه بیا ډېر ډارېږي نو د طالبانو تعریف دی چې وکړو له مرګه نو نه ډارېږي دا یو د ګولیو منځ کې همداسې باروتو منځ کې پاس له اسمان له مځکې دغه د مجاهدینو د جنګ میدان نه ځینو تشریح ورکوله وایې اورې به څه قوه راغله وایې داسې یو البستو تا بس کلي څه حشرات معشر ده ډېر آسان کار نه و دا جهاد د افغانانو ضد شورویانو د سره لښکر ډېر بد یو حال و هغه نو هر چا هغه جرات نه شو کولی ځینې وتښتېدلو ځینې به په کورو کې و ځینو لاړ همدغه پرچمیانو خلقیانو سره همکاري شروع کړه او جاسوسي ورسره کوله هغه نو بیا هماغه جرات غواړي دا خپله یو سړی که بیا نو له دې وډار شي چې په کلي کې بیا اشرف غني تروروي بیا نو دا ایمان د انسان چې مرګ د خدای له طرفه ده یا درسته سړی په یو چرایي کې ولاړ نه وي چې موټرونه راځي په خېټه یې جګېږي مګر که داسې د خدای په لاره کې په توکل روان و نو بیا دا مرګ هم بیا هغه د شهادت هم ښه درجه ده چې خدای سړي ته ورکوي بلې السلام علیکم السلام علیکم جناب خطاب سر محترم وعلیکم السلام ستره مرسی جو خوصه جونده و سید پاکی سر دوستان تا هم دست منور و روشنجره برنامه لخواست را مایت را آمد کنم خطاب سر محترم من میخواییم که زود بر مسائل دوست سالت کردن تشکر میکنم از هر کدامش که شما را تشویق کردن که تا هنوز پاسپورت شما امضا نشده و یا به اصطلاح ویزا نگرفتین خوب معلوم نیست که چه وقت چطور ایره میگذاریم ولی مشکل ما در اینجاست که دوستای عزیز که وقتی سرنوشت کار سپیششان مثل ما که میشه بنجر شوه و ندانه که سر کلاوه در کجاست باز نمید ما تا حدی که اگر بتانم که نمیتانم بسیار فشرده وضع جاری را که شما در رابطه با جنگ و صلح بین مخالفین که طالبا هستن و دولت دست نشانده امریکا که خود امریکا او را اصلا رهبری میکنه او جنگه در اینجا گپ شما بود من فقط یک زمانی به یاد شما از جناب خطاب صاحب دوستان میشنوند که من گفته بودم که جنگ ضد جنگ صلح بیدرنگ و در عین زمان برای آقای مجاهد ما بود یا کسی دیگه بود گفتم اگر آقای خلیلزاد کدام وقتی در سال در پروسه سال عرامزادگی میکنه و یا شما را در یک حالت بنبست قرار میده باز شما دیگه به نظر ما حملات کوبنده خود اونجا زیاد بسازین باز اونجاست که میگه جنگ ضد جنگ صلح بیدرنگ اینا حاضر میشن حال ما به نظر خود به همون مرحله رسیده بله. ما کل ما بله. امی مصالحه جناب آقای خطاب در مجموع با بنبست کشانده شد حال این بنبست مسئولش کیست بله. بسیاری شاید بگه طالب ها بسیاری شاید بگه ای ولی من علمان تا حدی که میدانم به علمان ناقص قاصر خواد یگانه عامل اصلی این بنبست خود اشرف غنی شد که به خاطر قدرت طلبی اونجا او مذاکره که سرنوشت ساز بود در دعا او را به نادیده گرفت و خود در فکر مقام و چوکی شد و چند نفر گفت که بیاین ما جلسه دایر میکنیم شورا دایر میکنیم نامشون گفت که ما به خاطر سال دروغ میگه ای آدم به خاطر کمپین بله، خواهد بله، میگه بله. خب حال خواهده تو حال هست بچه بله، میکنی بله. مردم برای میگه که خب وقت تعیین است بله. خلاص هست برو یک سه سال دوام باش ایو میره از ایره بله، بله. به نظر من اگر ای عمق نمی بود به سرنوشت ملت بازی نمی کرد بله. به نظر میماند که اونجا چی گپ بیرون میشه و او حرف نزدیک آن بود حال من به امو حرف خود رسیدم که طالبا هم نمیگیم که حرف مرا گرفتن یا بگیرن من از حرف خود چندان خوش نیستم که من جنگ بخوایم بله، جنگ بله، افروز بله، نیستم بله. ولی اونا شنیدن لله الحمد که ضربات خود زیاد کردن و بله. خود دیدی که گرد به
بخاطر از اینکه اینجا ترکیبای نامعنوس دیگه به وجود آمد. دیرم من نسه کتاب اجازه بدین یک دقیقه دیگه حالتا نا وقت کی گورده که ببینین چه رقم خلقی ها پرچمی ها راستی ها چپی ها با هم اعتراف میکنه و امروز مقاطعه اعلان میکنه در حالی که خود از اینا نظر داده بودن به شمول عبدالله خان و امروز میگه که ما خبر نداریم و ما میگه ببینین این مشکلات است که مشکلات اینا زیاد میسازه به جز از جنگ به جز از عمو عملات طالبان را نداره و اینا هم اسلامی شد. حالا میگم راجع بر عزیز که ما مردمایی که در خارج هستیم با یک امیدی میایم در برنامه شما. این امید ما راجع به در رابطه با همین جنگ و صلح است. وقتی که من عرض کردم که مسئول یگانه مسئول در اینجا اشرف غنی است، آیا مسئول همین برنامه کی است؟ مسئول از برنامه آقای خطاب است. شما هستید. ایجا اجازه بدین معذرت میخوایم. ای به این منظور که وقتی شما یک انسان هدفمند اینجا وارد میکنین یا غیر هدفمند که برنامه را به راه میکشه مثل آقای خندان یا فرض کنیم دیگه، شما ببینین که امیال سر شورای نظار امیال سر حزب اسلامی کم گپ زده شد. من میگم که اینمی حرفا درست است و تمام مردم معلوم است. وقتی که آدم داخل میشه که کیوان یک آدم زوره که کده دی کیوان چو ویلو پیوان چو ویلو چو پلانی چو ویلو کیوان سر بلکسر تدم ایتیاد که و دقا وقت نظر نیست اگون داقی دی گرد ود دقا خوازی را بنده گران می در طویل هم نسیم زیم خفه نسی متاثر نسی مگر تیست ما تم توجه نه که مگر چیزی غارم ستی خفه نسی تم کشکو چی در زم خفه نسیم کن. بلی سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب محترم. و علیکم سلام. بفرمایید بفرمایید. کتاب صاحب آجی سخیستم از کابل صحبت میکنم. بفرمایید آجی صاحب سلام علیکم. خوب هستن انشاءالله. زنده باشین. فامیل محترم خوب هستن. کلگی خوب هستن. کابل رفتین با چکر میزنین صاحب؟ بله بله من فیلن در کابل هستم. خوب. کتاب صاحب محترم و خواستم که یک سلام احترام بر شما و هموطنان تقدیم کنم. بر از یک مبر دوم آمدیم و یعنی در غیابت ما طولانی میشه از خاطر زنگ زدم خدمتتان عرایز دارم. اجازه بسیار خراب است، یعنی امنیت در صفر است دیگه، یک وحشت کامل است. مردم با کلی کار به استخوان مردم رسیده و مردم بسیار آرزوهای از این را دارن که صلح های با وجود باید. اما خطاب صاحب محترم اما طور که قبلا مهد بعد زحمتان را رساندیم، این همی علام از همی قلب کشور خود با مردم خود که در طول این همی در روز شده که ما آمدیم صحبت میکنم. هموطنان میگه که ما چیز کده نمیتونیم، اگر میخواین یک تغییر بیاید صدایتان را در اوجه بکشین، شما صدای ما را از بیرو بکشین. بازم با خدمت هموطنان صدا میکشم که هموطنان یگانه راه نجات مردم افغانستان، چون من فعلا در داخل افغانستان هستم، این صلح های گپا از خلیلزاد اینا هیچ امکان نداره که در این جبا با اون شکل صلح با وجود داره. یعنی یگانه راهی را که من فکر میکنم که میشه که صلح با وجود داره، یگانه راهی شنمی راه حرکت صلح برای نجات افغانستان است. دیگه مردم آگاه شدن از این حرکت، مردم بسیار استقبال کردن، از خود ما مردم استقبال کردن، بسیار آرزو دارن. و این لحاظ ما بازم سر هموطنا صدا میکنم که هموطنا در سر و سر جهان کردن لطفا صدایتان را بکشین، لطفا اعتماد کنین، لطفا این زمین حرکت صلح برای نجات افغانستان تحت رهبری جناب حضرت چاقای مجلدی باور به خدا کنین که مردم در اینجا به آرزوی آمدن از ایره داره. چی رسه به تنظیما، چی رسه مثلا با هر کس را که شما فکر میکنین در رأس نمی فعلا نمی شرایط در رأس امورات قرار دارن، همشان آرزوی نمی دارن که حضرت تشریف بیاره. دیگه زیاد وقتتان نمیگیرم خطاب صاحب، روی مبارکتان همی بوسم، امیدوار هستم با فامیل محترمتان دارای صحت کامل باشه. تشکر. خداوند یار و مددگارتان. تشکر. و حضرت صاحب که انتظارشان دار خواهد حضرت صاحب بفرماین برن. شما را خوب پذیرفتن، حضرت صاحب هم یک بار رفتن پذیرفتن استقبال کردن، ولی که اون شما نوید میتین که حضرت صاحب
انتظارشان دارم. استاد چاقام جدید من تایید میکنم، لبایک میگم، اشتهارم میکنم که برن و برن تشریف و برن. اگر رای حل امی میتونه باشه خب ما اول نما اشتهار میکنم، اول ما تشویق میکنم، اول ما میگم که اگر ما خوب سیب ضرورت داریم که از کدام درخت میکنین بیارین برای ما، که مردم افغانستان خب بسیار به فلاکت گرفتار هستن. اگر یک رای چی میگه ما آسان ترین طریقه جمع را ضرب گوین بیاریم ضرب بزنیم. ما خو نگفتیم ایره، مگر شما سال یک دو بار سه بار تشریف میبرین چکرتان هم میزنین باز میان در کانادا و باز میگین مردم افغان. اما مردم میرن سر دمی قوطی های صندوق ها رای مندازه دهان ما سر بینجا خشک میشه و فریاد که او بلیاز خدا همی قوطی ها و صندوق های رای گیری ره که برتان مانده دام است که ناتو برای تبلیغ خود چی میکن. باز اینی میان میرن اونجا. اما این مردم هستن، یعنی بسیار مشکل هم هست که این دفاع از مردم افغانستان هم آدم کنه. و مردم که کلشان خواب هستن و سب از بیرون سب نان به از بیرون، صلح به از بیرون، پول به از بیرون، هر چیز به از بیرون به. امی مردم ها بلا زدن سب. و گاندی سب رفت امی مردم ها خیستاند که بخیزین. در امی امریکا همی سیاه پوستا خودشان ازم درون انقلاب کدن. در ساوت افریکا یعنی افریکای جنوبی هم و مندل از درون سب زندان هم پذیرفت دیگرم سب انقلاب کرد و سب سفیر پوستا رو حکیمیتشان نابود ساخت. مردم قدرات خود خودشان تعیین کنند. در افغانستان مردم بودن که روس از خاک خود کشید یا ارتش سرخ. امروز هم مردم است که جنگ میکنند، استقلال میخواند. هیچ صلح ضرورت نیست تا که استقلال نباشه. صلح شما ندارین، صلح چی میخواین؟ اسب از پشت سر قیزه کردن و بدوان خوی حسینی نیست. دوستان عزیز میریم سراغ یک چند اعلان مختصر، زود خدمت شما برمیگردیم. لطفا لاینایتان نگه دارید. آیا کمردرد زندگی شما را فلج ساخته؟ درمان اینجاست. کمربند مغناطیسی. کمربند مغناطیسی تهیه شده از بهترین مواد و کیفیت بی‌نظیر. تأثیر مگنت بر سلامتی انسان و التیام انواع درد مطلب تازه‌ای نیست. امروز دانشمندان می‌دانند که بسیاری از دردها فقط با مگنت یا میدان مغناطیسی التیام می‌یابد. کمربند مغناطیسی با کیفیت بی‌نظیر کمردرد را از وجود شما بیرون می‌کند. همین الان با شماره 818-884-7018 تماس بگیرید تا علاوه بر کمربند مغناطیسی یک عدد مچبند مغناطیسی را مجانی دریافت کنید. هر خونه‌ای میتونه با مورگنلند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگنلند به هر خونه‌ای میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگنلند به خونتون میاد. مورگنلند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، مرتبین فرش‌های دستباف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. شما می توانید برای خرید بهترین فرش های دست باف و ماشینی به آدرس های بروک نو، هافن سیتی و بیلشتراسه 118 شهر هامبورگ مراجعه کنید. فرش مورگنلند، فرش با کیفیت. شرکت مواد غذایی بابوری پی ام سد گیم بی ها، بهترین برنج های بسمتی
وسیله زرد و سفید فامیلی و المنصور و مواد غذایی آشپزخانه افغانی، ایرانی، هندی و ترکی را از قبیل چای، شیرنیجات، میوه‌های خشک افغانی، مسالجات، حبوبات، خنسرباب و عرقیات را با کیفیت اعلی به طور عمده و پرچون به دسترس شما قرار می‌دهد. آدرس: بیلشتراسه شماره 98 20539 شهر هامبورگ، جرمنی. استانبول ترکیه، شهر زیبای آنتالیا و شهر قشنگ آلانیا رو داشته باشید، لطفا با بندر ظفر شامل به تماس همید. انشالله که بهترین امکانات به اختیار شما قرار میمون و از این موقعیت هم استفاده کنید و در خدمت شما هستم. شماره تلفن ما فراموش نکنید: 0049 172 56 29 66 2. امیدوار هستم که همراه با ما تماس هایید، حتما یک چیز خوب در دست شما قرار خواهد. خدا نگهدارش. موبیل پلازا، فروشگاه موبیل فروشی در هامبورگر شتراسه 167 شهر هامبورگ، در فاصله 1 کیلومتری مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن ترین مبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها، شوکی های طعام‌خوری، مبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان و کودکان با اضافه از 200 نوسیت های ظریف اصل کریستال و سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه موبل پلازا در دو طبقه با موبل های مختلف، موبل های کار دستی محصول کشور ترکیه و ایتالیا با دیزاین کلاسیک، آوانگارد و مدرن. با اضافه سفارش رنگ های انتخابی شما در 200 رنگ مختلف در خدمت شماست. فروشگاه موبل پلازا اشیای شما را به محل دلخواهتان منتقل نموده، خدمات تعمیراتی را انجام میدهد. آدرس: هامبورگر اشتراسه شماره 167. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. بینندگان نهایت گرامی، اسپری تسکین فوری دردها،
و خصوص برای مفاصل، عضلات و تمام اندادها به شکل فوری فقط تاثیر میکنند. اسپری تسکین دهنده فوری دردها شما میتونید که از بازار پیام افغان با شماره 818-917-1588 تماس بگیرید و به دسترس شما قرار داده میشه. بشه تابید و بشه تابید. ګران دوستان سلامونه او احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کیو او د افغانستان پیکو وسره گیګو لطفاً لند لند وګه گیګي او ټول تل نوبت ورسیږي نو بیا بله سلام علیکم سلام علیکم رحمت الله و علیکم سلام خوب اوسین سر آقای خطاب ما هر وخت بسیار کوتاه گپ میزنم علی صفات کردن خودتان د پیشویتان امی بمی مونه که المدح زبون نه نه او ضرورت نیست ما به اعتبار از اینکه شنوینده شما هستیم و می کافی هست دیگه ضرورت نیست ما پیشنهاد کرده بودم برای شما اگر چانس برای شما میسر میشه یکی را همی چون به نمایندگی تمام افغانای تو معلوم میشه که شما میرین اگر شما بخواین یا نخواین یک در درجه اولی شد که مطلقا مستقل میرین نه تحت نظر یا فندی و اونا یا آقای سیرات اینا قطعا مطلقا مستقل میرین دومیشی که به مزین طالبان میندازین که ماده قانون اساسی که مهاجرین اینا نمیخوان که چوکی های بالا ببرن این خواه میتونی شد که فضل الله المهاجرین و القایرین درجه در قرآن آمده ای این این نقطه کلان شماست که شما را به طور موقار شرعی هم برتان میتن سرزمین شما خودتان میفهمید زیاد را تفسیر کرده میتونی ناجاتی به ما ندارد واده کجا واده ده بسیار زیاد کمک کنید این این بسیار مهم است که وقتی که اونا در افغانستان مداخله کردند بعد از اینکه رئیس جمهور را امر داد اینا موافقت کنگره خود گرفتن اینا رو اونا مو به صورت دائمی بر 20 سال دیگه هم به سر میز مانده الا اینکه وقتی که مذاکرات امضا میشه با آمدن یک وزیر خارجه در داخل دبی به اینا اکتفا نشوه و باید پس به تو سلسله مراتب بره که به خروج از اینا را و موافقت از اینا را پس کنگره بکنه که تو نشو که در وقت مساعد که هر وقت که دلشان شد نیمیشه هم یک تهاره روان کنن سوم روان کنن اگر که روان خون میکنن خاطان بتونن ولی همون تای مراحل خدا باید تای بکنه وقتی که قرارداد امضا میشه انشاءالله تالا که امضا هم شد شما برین موافقت نصیبتان هست انشاءالله تالا خداوند برتان ثوابای کامل و نصیبتان کنه اینمی دو موضوع رو در ذهن از اونا که خلق کنین شما با امضا اکتفا نکنین موضوعی بین‌المللی هستی که باید حتما کنگره ای را با امضا کنه تصویب کنه تایید کنه و موافقه کنه که در آینده ای تو نشه که هر رئیس جمهوری که آمد تغییر شد و در اینجا بیه یعنی تو موضوع بسیار مهم جالب است این درست فرمودین بله یعنی کار پخته صورت بگیره بله اگر چه یک چیز برتان بگویم امریکا اگر یک دفعه دیوانه شد و دیگه باز نه عقب کانگریس میره و نه ملل متحد و اینا همی عملاتی که بالای افغانستان صورت گرفت اول حمله کردن و باز بعد از ملل متحد تایید کرد و اینا یا فرزن با عراق که حمله کردن این کشوری بسیار تو وحشی میتونه باشه سه بسیار مردم زیر پای میکنه یک عبر غلیز وارس که یک طرف رفت و سه سیل و باران با خود میبره ما تا جایی که میبینم چی هست منافع امریکا مطرح هست اگر منفعتشان بود و سای با کانگریس بگو یا نگو یا اینا میره مگر از لحاظ خود قانونی و ورق و کاغذ شما درست میفرماید امیال یعنی کار خود پخته یعنی خشت خام او نمانن و تیر نشون توجه داشته باشن و یک چیز برتان بگویم امی طالبا دمی دیگ سیاست و جنگ جوش خوردن امی گروه قشر طالب از روزی که من میبینم طالب مدرسه و مکتب و یا یک مسجد اونا نیستن یک طالب بیچاره بود که یک نفر اگر کاسه
شروع میداد بیشتر خوش میشد، اگر نمیداد مایوس نمیشد و درس خود تعقیب میکرد. یه گروه سیاسی است که کل جهان بالای از اینا حرف میزنه. امروز در کانگریس امریکا است بالای یک گروهی از گفته از اینا، یک گروپی، یک قشری صحبت میشه به یه حدی که برای طالب، یعنی برای خود اشتهار کرده با امو زیدیت ضد استعمار و استکبار. طالب برای هیچ گروهی تو غیر رسمی یک چند نفر طالب بی صلاح، انسان بی صلاح، هیچ وقت تبلیغ نشده. مگر اینا بسیار بعد 18 سال از پای هم می جنگن، در امون سیاست و در کنج کناری از او بسیار اینا بلد هستن نسبت به ما مردم. اما تو در امریکا هم سیاست مدارای امریکا بگویم یا سیاست گزارهای امریکا، این کسانی هستن که او را اگر یک نفر ما افغانا شریعه ما خود ما نمیدانیم که آدرس خانی ما در کجاست، یک دفعه سوز میشیم نزد یک امریکایی که امریکا از افغانستان کوشش کنیم که به نخ ستان است. ما افغانا که پرسان میکنم شما اگر یک دفعه دیدیم رفتیم به وایت هاوس مظاهرام کردیم بازم، شما امریکایی رو چی میگین؟ میگه ما اونجا میشینیم رو بروی برش میگیم بیادر که شما در افغانستان که هستین شما نقص میکنین، تو میکنین و سر اونجا باشین و تو رسید. ما میگم یک نفر میگی که او خودش سیاست جهان تعیین میداره، او رو میگی که در افغانستان هم سیاست شما به خساری شماست. باز خود چرا خساری از او رو بیشتر رجحان بیتی؟ خساری خود افغان سرش فکر کنیم که ما در بدبختی قرار داریم. یعنی ما احساسات ما، مگر آنچه که شما فرمودین باعث یک یادآوری بیشتر چیز خوب است که ما خود من همین نظری که مالی گفتم این نظر ما است. شاید اون ما هم چیزی که شما بفرمایین امیر توجه نکرده باشن. بله سلام علیکم. آقای خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام به همه وطنای عزیز احمد چاستم. بفرمایید. آقای خطاب یک مثل به یاد ما آمد. میگه خود ما مچم در قریه نمیمانم به دختر به خانه حاکم بسته کنید. واقعیت چیز؟ اول در مورد الفتح. بالاخره الحمدلله عملیات اعلام شد به سطح افغانستان و گفتن که از اول بهار شروع شده بوده. بسیار خوب. این به چی ماناست؟ و این به فال نیک است. به این ماناست که هنوز هم الحمدلله در درون آزادی خواهان کسای وجود دارن که رایشان یک راه فی سبیل الله برای نظام استقرار نظام اسلامی و آزادی افغانستان هیچ وقت سر خود با کفار خرم نمی کنن. این الحمدلله. منتها الفتح به این مانا نباید باشه که این کردیم امسال هم اما نشد، مثل که دیگر ها عملیات دیگر شد اما امریکا هنوز هم پای برجاست. ایتو نشود که باعث دلخوردگی کلگی شود. من از او خاطر الحق گفته بودم برای دی که الحق او چیز است که ختم نداره، او دائمی است. او چیز جهاد است. جهاد مسلمان تنها در جنگ نیست، در همه چیز جهاد است و او فی سبیل الله است و او به خاطر فتح نیست. یک فریضه عینی بر تمام مسلمین است، مخصوصا وقتی که کفار باید خانهش را انبار کنند، وطنش را بگیرند، ناموسش را بی ناموس کنند و خونخوری کنند و او مردم را گروگان بگیرند. این فرض عین است. بناهن برای فتح ما جهاد نمی کنیم. فتح خداوند لا ذات الهی میته یا نمیته. وظیفه ما بالکل علاید از جهاد است تا ای که آخرین اشغالگر باشد. و در غیر از اون در جنگ دو جبه است، جبه اسلام و جبه کفار. در سیاست در قطر هم دو جبه است، جبه مسلمان ها و جبه کفار است. اما جبه کفار کسایست که به با باطل می پیمندن و میرن آله دست امریکا و ناتو میشن. به خاطر ازی که کوچکترین فرق نمی کنن که شما برین یا نرین، اینمی گراغانای خود که آورده 11 نفر از لست خلاص کردن، میکرو رو برشان میتن و اینا چیزهای میگن که اصلا مجاهدی که سر خود میته دورا نمیره. تشکر آقای خطاب. و این چیزا درست است که در رای خداوند آدم وقتی میر از من نتایج از او را بگذاره برای خداوند، منتها اخلاص انسان به کار است. قدر آدم مخلصتر باشه، با ایمانتر باشه و مو نیات دلهای انسان ها خداوند می نگره. اگر او حرکت برای خود انسان باشه، برای خدمت به اجتماع باشه، در یک شکل مدافع یک انسان قرار می گیره، در یک جنگ، در یک مبارزه،
نتایج از رو به خداوند آدم میگذاره که خداوند چی میخواه. مگر آدم باید پلان و پلان گذاری هم کنه. خود مغز انسان برای پلان گذاری خداوند همونطور تعمیر کرده، ساخته. حیوانات و انسان به مول لحاظ فرق داره که حیوان همون دقیقه خود میگیره، میبینه، با چند حس محدود خود تولید مثل میکنه و خوراک میکنه و این چیزای. مگر انسان که از پلان گذاری میکنه، تولید میکنه برای رفاهیت دیگرها، مغز انسان به یک ترتیب دیگه درست شده. دیگه به اول حاض در سیاست هم یک تدبیر و فکر با کار است، او کار رو بکنه، باز نتایجی از او رو به خداوند بگذاره. این چیزی که شما فرمودین و درست است. این که ما برومو نرومو تغییر نمیکنه، میکنه. یک نفر هر قدر میگه ده اوی شور اوی شیرین انداخته برین و او شیرین تر میشه، اما نمکی از او از بین میره. ای خودت که اینجا هستی و که جهاد تشریح میکنین مکرر می عین چیز شما. خانم از بنام پروانه جان شما بسیار سخت شکایت داشت، گفت حرفای از ای آقا هر باری که تلفن میکنه عین هم عین کلمات عین محتوا، دیگه هیچ چیزی آدم دیگه نداره. میگه ما رو به کلی دیگه خسته ساخته. شما رو گفت، رفی جان رو گفت و نمیدانم یک چند تنی دیگر هم تو یک لیست گذاشت. اونا مثال هم دادن که نشوه که کسی دیگر ما بدگمانی نکن. دیگه کوشش کنین که از این محتوایی که جهاد هر وقت تشریح میکنین، ما یک استاد داشتیم در فاکولته اقتصاد، آقای مهرابودین پکتیاوال نام داشت. او در یوگسلاویا تحصیل کرده بود یا چکسلواکیا، باز خانم از اون قوم هم دیار هم آورده بود با خود. او دیگه سب کمونیست شده بود و چپی و امرای پرچم خلق خدا زده بود و سب دمو راه روان شده بود. باز او دیگه سب دمو کل داکتری یک عنوان داشت در اقتصاد به نام ارزش اضافی، او را ارزش اضافی آدم بگو. که ارزش اضافی را تشریح کنین. ارزش اضافی که یعنی از کار یک کارگر استفاده نامعقول شوه، به اون اندازه که او تولید میکنه دو سه برابرش کارفرما میبره، این ارزش اضافی میگه. اونمو عنوان داشت صاحب. دیگه هیچ چیزی آدم نه تشریح که تا آخر چند سالی که با ما درس داشته می یا گویی میکرد نمیفهمد در کجا هست و آدم. همین ارزش اضافی، ولی خودت هم ارزش اضافی، همین جهاد 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 کوشش شوه که یک چیز دیگه هم بگوین. بله، سلام علیکم. السلام علیکم خدام شای محترم. و علیکم سلام، بفرمایید. خدام شای محترم، از وضع کلی فعلی افغانستان قسم معلوم میشه که همه گیره مصروف ساختن، چی در داخل افغانستان چی بیرون افغانستان به نام صلح. اما متاسفانه در داخل افغانستان با وجود که ما و شما شاهد گندگی های انتخابات هستیم، اما اشرف غنی با ملل متحد اینها فکر میکنم که در مهندسی عزیز که اگر اشرف غنی باز دوباره سر قدرت بیه. یک و دومی که راجع به صلح، اگر واقعا نسل سفید یا طالبا یا داخل اینا اگر واقعا برای صلح یقین کامل دارن و صلح میخواین، باید در قدم اول ختم خونریزی میبود که تا چه وقت افغانا مسلمانا خونشان در افغانستان یا بیرون از افغانستان ریختانده شود. اما متاسفانه که معلوم میشه که در گذشته هم صادقانه نبود یا هم صادقانه نیست و منافع طالب با منافع اروپا و امریکا گره خورده با مافیای مواد مخدر ناسب، اونا هم برای صلح و قدر رقمن نیستن در گذشته هم نبودن، در غیر که می بودن و اونا خصوصی با همیه کسایی که حالی فیلن میخواین که صحبت کنن در خصوصی صحبت میکنن، مملکت به ایالت نمیرزی. و در رفته گذشته متاسفانه که من از الاسد صاحب صحبت شانه شنیدم، از اونا هیچ انتظار نداشتم که چنین صحبت کنن. هر کسی که برای خود احترام داره باید برای دیگه کسا هم، چی در کابل هست چی در بینه که کابل، هر کسی که هست اگه عذاب هست یا دیگه باید احترام بگذاره انسان ها. برای از اینکه اگر دوز شده یا دغل شده و ناز مادر دوز دغل به اصلاح تولد نشدن، اگر خلقی بود اگر پرچمی، اونمون جامعه از اینا اینمی دوز دغل و خلقی و پرچمی ساختن. و در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و شما یک مستند کامل است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه جنگ اونین صورت گرفت که از او قنایم زیاده برای مسلمان ها و دست آمد که
به دشمنایش که معاویه بود و اولادای زیادی اینا 300 شتر اونا بخشش دادن، برای هر کدام 100 شتر حضرت محمد صلی الله علیه و آله بخشش دادن و 2 کیلو و 800 گرم چقدر نقره بخشش دادن. اینا رو شما مسلمانی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله هیچ وقت با آب دشمن کدام زهر گند کرده و خب موضوعات نبود که به اصطلاح بم گذاری شود یا انتحاری گپا، اما این موضوعات بود که در بین آب چیزای مزرعه از آردار منداختن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله بعضا خود میگفت که زودتر اینجا گذر کنیم که از یاب نخورینش کنیم. این کار هم میتونه که حضرت محمد کنه و اونجا دشمنای خود به قتل برسانه دیگه. این را امیدوار هستم که اگر کدام وقت برای طالب با شما بگوین که آیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله با دشمنای خود چی کرد و شما با دشمنای خود چی میکرد. بله سر، بله. این بسیار فاصله داره که بله بله. متاسفانه که در اسلام بزن زنات بله. آدم مشکوک میشه. بله. تشکر از این که مرا وقت داریم، به خدای کریم سپارم. بله. من نمیفهم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله دعاو زهر نمینداختن دگام انداختن، توطئه‌گران بودن امو وقت وقتش بود. حالا به کلی دنیا تغییر کرده، یک شکل دیگه را برای خود گرفته، تیاره است، توپ است، انتحار است. امی انتحاری اونجا صورت گرفته نمیتوند چون بم نبود که منفجر بسازه و محدود میشد به همه مشت و درفش و زره و که نمیدانم تیر و کمان و شمشیر، امو وسایل مهمات جنگیشان و اسب بود که در قرآن هم از او یاد شده، همین چیزا بود. حال سیاست اساسا دنیا به کلی گلوبالایز شده، خصوصا امروز دنیا از 40 سال به این طرف به کلی متفاوت شده، تکنولوژی است دیگه است دیگه است. به اون لحاظ باید در روز خود آدم عیار بسازه. حتی کسایی که خود دکتر میگن، امروز میگم خود دکتری روز هر روزی که بگذره اگه مطالعه با اون نباشه، هم دکتر دکتریش به صفر تقرب میکنه، برای اینکه معلومات نو میبره و آدم خود باید عیار بسازه، عجست بسازه. یک دکتر طب است، دکتر نمیدانم اقتصاد است، دکتر فرض کنیم سیاست است، باید بدانه چیزای نوین تازه جدید خود عیار بسازه. امروز یک عصر دیگه است. بله سلام علیکم. سلام ماجی صاحب محترم. السلام علیکم. و علیکم سلام. خیر و خیریت چال داری؟ زنده باشی ماجی صاحب معظم محترم. بعضی برادرها لطف مهربانی میکنم نظر میتم به شما، متاسفانه یا خوشبختانه این میتونه عمل از روی منطق و بعضی صحبت ها نباشه، بخیلی هم هست، یک تعداد به اساس بخالت دیگه کوزندران مایا را میکنه. در قسمت خلق و پرچنگ گفتم یا از مادر و پدر دوز نبودم، از پدر و مادر یا خطا بودم. اگر امیال یا برایم سر از این جلسه بازم و بوتلار از جیب خود میکشه و اورا میگو در ایشی مملکت میخنده. نام نجیسی از امیال است که چون امیال گرد هستم در میقات در بین همگی خود گرد کردم، این امیال است که گندگی رو میکنه. دعوت که از شما شده سوی به اعتبار و اعتماد و شخصیت خودتان است. از زحماتی که شما متقبل شده اید، ده ها برنامه و ده ها تلویزیون ساز و تلویزیون والا آمدن صاحب، نتانستم صاحب، حتی بسیاری را زور میتم، میخوایم خود به زور داخل یمی پروسه بسازم. هم از مثلا زورجان خودش دوز برآمد، ایسنجی هم میخواه غیر رسمی سیاه خود در این مذاکره برسانه، اینه ببینیم هفته آینده یه حرکت میکنه تا یک کلاهبرداری و یک بلکمیل و زورگیری و پولی به دست از یا بیاره. اما جالب ده ایست که از کلگی ما میخواهیم بگم که فقط با قوت و زور و بازوی خودتان از کسی دیگه ده ای شامل نیست. از شو آقا خان مجددی کسی حتی یادم نکرد، اسمشان در پنسل هم سیاه نشده. کار غلط، تبلیغات نادرست، موترش رو به هوا بالا کردن، تلویزیون بین المللی شما در اختیارشان گذاشتیم، سخیجان در کابل در ملی گلغوندی مجددی سیمشون در کجا در کارهای خود مصروف است، غم میخوری آجی سیم خون دل میخوری، من چورسی تا میبینم که خراب است که سیم که چطور کنی نظر میخوایی از ما، از نادان، از دانا، از دانشمند، از غیر دانشمند. خب پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده کاری که نمیفهمی وقتی که نمیدونی چی باید بکنی هیچ کاری انجام نده. ولی برو آجی سیم موفق، همیشه که موفق بودی، امسال از برکت پای تو، از برکت مو قرآن را که تو ترجمه کردی شما سب، امسال یک روشنایی به این مملکت خودت بتانی بیاری آجی سب. تشکر قایم. وقت دیگرها را نمیگیرم و یک در آخر یک کلمه دیگم که مو خوار ما خدا کنم باور کنم آجی سب، ما دمی دو خط گپ خود باور کنم، ما اقلا دو سه سال سرش کار میکنم، کوشش میکنم گپای ما تکراری نباشه، آزاردهنده نباشه آجی سب، طولانی و دراز و لندغر نباشه. خدا حافظ شما سب. شرط تشکر.
و خدا کنه چیزی که قسمت و نصیب باشه همون شوه. اگر از زبان ما یک کلمه خیر برای ضرور نیست که یک نفر بریم از ریشش قایم بگیریم یا او را توهین کنیم یا یک چیزای بدی برای یک نفر از زبان ما صادر شوه، یه هم اسلامی نیست. مگر یادآوری اعمال مردم در همه تو جلسات که به اون منظور خواسته میشه انسان، و ما خودم در مطبوعات بودم او روز همی گدام مصاحبه خدا صاحب از سال 92 یه طورا ما شروع کردیم مطبوعات و از رادیوی 24 ساعته داشتم، هر روز تقریبا مصاحبه داشتم با هر یکی. ایره که همه شب دیدم من تو اتکلی دیدم که در حدود یک 13-14 هزار مصاحبه ما کردیم. هر کدام مصاحبه را ما بالایش کار کردیم و آدم تلفن زدیم، 2 ساعت یا 1.5 ساعت هر مصاحبه بوده. شما باور کنین که ما در دفتر خود یگان بار کسایی که در پاکستان بودن دفتن همی گروپ طالب پیدا شد. یک گروپ هست به نام طالبان در سپین بولدک یا چطورکی راهی را که مردم گرفته و چور میکنه مردم اینا پاکاری میکنه، اونا را به دار زدن که چی کردن. ایران ماندم که طالب ها با یک گپا چی غرسه. باز یک نفر از یا بود گوینده از اینا با مرمره بی بی سی یک دفعه صحبت کرده بود به نام ملا خیرالله خیرخواه که او هم شاید همی قطر باشه. اولین مصاحبه ما با طالب و یه آدم صاحب هرچی تلفن میکردم صاحب تلفن دستی نداشت. یکی گفت که در دوکان اینمی فلانی آجی میاد در کویتی پاکستان داریم اینجا، دیگران هم میاد اینجا نانم میخوره و باز نمازم میخوانه. او آجی را نمریش صاحب پیدا کردم و باز او آجی صاحب برای دخترش ما حتی یک توفه وعده کردم که برش گودی میفرستم و که نواسه داشت و که دیگه داشت. او آجی صاحب به یک ترتیب دلاسا کردم که داخل ثواب میشی و دیگه، تا که ملا خیرالله خیرخواه را ما پیدا کردم. برای از دو صاحب دو شب ما در استودیو خود خوابیدیم. برای این دوستم صاحب که به نیویورک آمده بود میگه تا چاشت خواب میشم وقت ما فرق داشت. مثلا بعد از نمازی صبح میرفتم در استودیو که با امرای دوستم مصاحبه کنم، 3-4 روز ما بیخوابی کشیدیم. برای کسایی که ما تلفن میزدم و بازور تشویق میکردم یا بی خبر مم راشد داستانای ما دارم که اگر برتن تو آسان مفت مثل علی بیگان تا پشت میکروفون نشسته و چیزایی که هم بالای دین هم بالای اجتماع هر کسی که گلیش میه یک چیزی سیار میکشه و دکلیشه میاندازه و برای تخریب برای انتقاد برای زمیانی میا پیدا شد. و اجتماع چون زهرالود است افکار ما، هر کسی که برای کسی یک انتقاد کنه کلگی دوری از امو آدم جمع میشه، نمیگه که بابا همی سالم هست نیست، حداقل ما باید پرده پوش باشیم. نه اگر بالای سرنوشت یک نفر صحبت میشه اجتماع دیگه دیگه او حق دفاع باید شو. مگر اینکه حق و ناق برو صاحب از یک چیز سفید سیاه درست کو صاحب دروغ گویی کو حجب مردم بدار مزمت کو دروغ بگو، ای رای خدا نیست. حالی همه تو شده مطبوعات ما هم کلش همه تو یک چیز تفننی و سب تلویزیون ها و سب. ما در کل امریکا و در کانادا یک رادیوی 2 ساعته لایو موجود بود که یک رادیوی 24 ساعته در کل امریکا که از طریق رادیوهای کوچک بعد از میناجان و فریده جانی که اونا در ساتلایت آمدن امود رادیوی ما دوامدار 4 سال من نشرات کردم. اونا 1 سال بودن رفتن پس کارو. تقریبا در حدود 100,000 دلار مده و مصرف شد و رفت و سب به باد هوا. قربانی های مادی، قربانی های وقتی، زجر، افکار نارام دیگه دیگه سب کار ساده نیست. یک نفر اگه به زور خود به زور خداوند تکیه میزنه و سب سورس و عید بیرونی نداشته باشه و صاحب باد آورده مثل طلو و که دیگه و شمشاد و که اینوان هر کدام صاحب اعلان دارن و که همی ناتو 18 سال یاره تو ساختن که هر کدام از یا میلیونر شده و ما خاک به سر گفتی بعضی از لحاظ مادی. یک دفعه من یادم طالبیست ایران ما میمانم که او برادر من نه در افغانستان بودیم همی 40 سال، نه با طالب کدام پیوند سمپتی دارم نه او قدر میشناسم میشانه. شاید هم یالی اگه بروم اینا رو ببینم که این ملا خیرخواه کی هست رویاروی ببینم میشن در جلسه باشه یا یکی دیگه از دور صاحب قدر خدماتی که فضل خدا لطف کرده خداوند این جلسه یکی از اون قطرات خدمات یک نفر میتونه باشه که اونجا بروم یک چند کلمه گپ بزنم اون رو همینجا میگم. به هر حال بله سلام علیکم. سلام علیکم.
برادر محترم خطاب سر السلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید سر مهربانی میکنیم. زنده باشی، مهربانی میکنیم. خطاب سر، به نظر من که امی رهبری طالبا یک رهبری واحد است، امو کسایی که در افغانستان فعلا تحت امو قیادت رهبری جهاد میکنن، امو نفرا امی گروپ دیپلمات های خدا البته امی طالبا را در قطر فرستاده بر نمایندگی خود و یک اختیار محدود برشان داده و بدون فیصله خود امو نفرین که در افغانستان هستن و رهبریت دست دارن یا کدام مستقل از خود نه موقف دارن نه کدام تصمیم گرفته میتونن و هر تصمیم که اگر بگیرن و در افغانستان اگر رهبریت رو قبول نکنه مساوی با صفر است. یعنی همین چیزی که احمد شاه جان میآیه و هر دفعه ای را تکرار میکنه، یک چیز لاولحب است، همین کار نکنه. یک رهبری واحد وجود داره و اون ما همین را دهی کده ما در افغانستان همین فعلا همین عملیات را که میکنن اما ما میکنن دیگه. و این برادر ما که آمد که میگه مده مسلمانی طالبا شک میکنه، این پرابلم خودش است. برای پیش دکتر امروز شما ببینید که همین اشغال و نکرهاش در افغانستان شب و روز نفره میکشه و یک حرکت یا یک جنگ را به نام خالد بران داختن که امروز بود یا دیروز بود 16 نفر طفل مکتب یا مجروح کردن و در او جمله 10 نفرش کشتن و همه تو شبکی در خانه مردم خودم اندازن، خانه مردم را چور میکنن، سر مردم با مردمان میکنن. در این شک نمیکنه همین برادر ما که چرا این کار کرده، در این انتقاد هم نمیکنه. اما او طالبایی که مقابله میکنن، جهاد میکنن در مقابل از این آدم کشای بیرم که هیچ یک ذره یا از یک طرف آمدن امرای طالبا شدن که مصالحه میکنیم، از طرف دیگه هر روز و از یک طرف ترامپ میگه که یک جنگ مسخره است، بی‌معناست، مصالحه کردیم، اشتباه کردیم، باید برایم. از طرف دیگه عسکرش در اونجا شب و روز کتن و که های خود مردم اذیت میکنه میکشه، به کلی آدم ایران میمانه این بدبخت ها چی میخواید. یک دشمن بسیار مدهش است، یک دشمن بسیار بدخواه است و این جلسه که در قطر میشه این را یک بیعقل لاوبالی میاد میگه که عینا مثل همون نشست بنواره هست، یک یه سر دل خود یک بار کم میکنه. یک چیز دیگر در اونجا افغانستان فروخته میشد، در اینجا در این مصیبتی که ما شما میبینیم که افغانستان مانده و مردم بیگناه شب و روز خواهمی بدبخت ها برن خیلی طالب بزنن حضورشان نمیکشه، مردم ها چرا بمباردمان میکنن میکشن و این احمق ها یکیشان دلشان به مردم نمیسوزه، همیشه همی بازم مسلمان خدا یا ملامت میکنن، در حالی که از یک طرف ببینید شما که از مذاکره و اصول اگر میزن از یک طرف در افغانستان نفر میکشه دیگه. این والا همون نهایت سنگدلی و چی شده و وقتی که باز طالبا از خود همی جنگ را که به نام فتح مرحله آخر جهاد که اعلان کرده که با موفقیت برسه بازور انتقاد میکنن که یا والا سلا نمیخواین و چطور نمیخواین چیکار نمیخواین. امروز فکر میکنن که طالبان نشته کرده بود که شما تمام روز بکشید ما اینجا دست دزیر الان شخی بشیدیم و لق لق سعی کنیم. یک چیز واضحی است که یادم یک لسان میفهمن و یک نفر که خود از او به اصطلاح یک بخچه‌وردار باشه و دمی آلمان باید یک انسان بی شخصیت، باید یک انسان دروغگو، یک انسان که همیشه ابن الوقت بوده و در پشت همی چند نفر جنگ سالار دمیده که برش یک چیز وصول شد و نشدام و امروز میای یک افواقات دروغ در تلویزیون پخش میکنه و یک روز ببینی که 3 هفته پیش باور کنی خطاب سیبی میگفت که امریکایی ها مثل گوه شیری وارسته، در حالی که کلش گوهی نرست منم میفهم که چه قسم شیر از اون ولی باید یاره نمانی میگه این از شاخ شیر میگه، در حالی که آدم از اون شاخ هم نداره. حال اون روز دیگه آمده از خاطر که حال فعلا امریکایی ها همراه طالبان مذاکره میکنه شیشته که یا اشغالگر هستن و چطور هستن چیکار هستن، یا اقدر منافق هستن، اقدر یا دروغ میگن، اقدر یا امو تمام عقایدشان و تمام بیاناتشان به اساس لسان پرستی به اساس قوم پرستی این به خیر ملت یا فکر نمیکنن که افغانستان در یک چی مصیبت بله بله و امید ما از افغانستان اینمی از سرزمین جلسه که در قطر است که
خداوند پاک لایانی را به موفقیت برسانه که افغانستان از این روز بعد نجات خدا کنه. و شما هم اگر در اونجا تشریف میبرید میره یک کار بسیار خیر است، چرا که این مقایسه نمیشه با کنفرانس بن، این برای خیر و صلاح مردم افغانستان. بله 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 بله. شما هم اگر کدام خدمت کرده تانه که افغانستان از این مصیبت خلاص شد. سلام علیکم و علیکم السلام. خب استقلال آدم داشته باشه، ما وقتی برای افغانستان استقلال میخوایم دیگه استقلال خود ما و نمیشه که یک نفر سلب کنه. و ما از اونا خواستم که اگر من بیایم اول خوب صرف برای یک شکل نمایش که بیشنم سیل کنم که ریشی کی طولانیسو که از الکان تیر میشه و نمیشه و امر بالمعروف واری باشم و تو نیست و اگر آدم سیل بینم در زندگی خود نبودیم یک کاری را پیش انداختیم، هیچ وقت دنبال روی کسام نبودیم. این افتخار برای ما بس است. در اونجا اگر سر طالب انتقاد کنم آزادی دارم، سر همه کسای ارگان دولت افغانستان، حکومت افغانستان، بالای پرچمی خلقی، نمیدانم خود طالب، خود امریکا، چی دارم میتونم بگویم آزاد و ایراد هم ندارم. من خود چیز گفتن نمیتونم، من خواستن که گپ بزنم و او رو پذیرفتن که میتونی گپ بزنی، گفتم 20 دقیقه کم نباش، او رو هم پذیرفتن. اگه نمی دو شرط قبول نکرد که باز تیارام است بسید با هم کارتی ما در جیبیم است می پرم می هم گفته بپر که نمی پری می همی طرف وقت پس افغانستانم نمیرم و اونجا دیگه هیچ مچی ندارم، نه خانه دارم نه جایداد دارم نه کدام علاقه از لحاظ مادی دارم، برای علاقه برای مردم افغانستان که از غم از این مصائب بیزار دور شوند و اینی چند نفر دوز و دغل از مقدراتشان دور شوند و استقلالشان یاده شوه. و طفل میگه شیر میخوای و چاکلیت میخوای و کلچه میخوای و مریض است، دکتر گفته اینا رو نخوره، دواره در حلقش تخته کنین. و طفل دیگه چیغ میزنه دیگه، خو نمیشه که او مادرش برای از او آنچه دکتر گفته او رو نکنه و چه. برای ما قرآن گفته، دکتر ما قرآن است، دکتر ما خداوند لاعزال است، برای ما گفته نسخه کده که این نسخه رو ببرین استفاده کنین برتان مفید است. برای ما به تفاوت است که او آدم اونجا از حکومت افغانستان آمده با عالم از خواسته ها و با عالم دارایی هایی که داره در جلوی ما قرار میگیره که من بیباک است. گفته هم خورزابت که چی میشی و چی میشی و چی میشی و بالاخره او گفت که باز جندال میشم برادر. کدام خورزابتک کدام زابتک به سیلی زده بود، گفت خورزابت چطور کهی؟ گفتی یا زابط سر تو چرا مرا زدی؟ امیر رتبه خودت بالاخره چی میشه؟ خب هم درجه مقامات عسکری را گفت، گفت جنرال میشه، مستر جنرال، باز چی؟ گفت باز دیگه هیچ نمیشم. گفت نره تا میاله میچه است دیگه، حالا تو مرا زدی یک سیلی دمی دانش کب قایم زد دیگه، تو یک قدر زامت میکشی هیچ میشه. ما خب برادر هم یاله نه پول افغانستان داریم نه کدام کار کردیم برای مردم افغانستان در داخل در حکومت که خیانت کنیم و وطن بفروشیم. دیگه هیچ ما هیچ کس ما را غرض هم گرفته نمیتونه، مرغوی را تا بنده پایش. بله سلام علیکم سه. بله سلام علیکم سه. الو بله سلام علیکم سه. سلام سه چنگی سه جور پا خیر خیر و خیر میدونی جوانده بسه. اما خب نمیزه دفار از تا تو این چه تا یو دیر وطن دوست دیر صادق انسانی او د اصل افغانان افتخار در در زمتون شتا اصلی بود او کالون چې اند په نو نه سو پنځنیوم کال کوم شوینی دوه نیوی او خیر سی کار کارونیا کې در د تاسو سور زمتون اصلی هغه به سن نقطه نقطه بعض افغانان چې زنګ به وایده د ازادي خوای دفاع کول او د اوس نو مختلف دي شي ویلي د خوشو کړه دغه تاسو زمتون در رقم چیزی خدای دی عجر در که و انشاءالله موگه طول در سره برشی که در قربان شما میره بانی که او بل خطاب سب ما به فارسی برزه مثلا اینی موضوع سال افغانستان شش ماه قبل بین امریکا و طالبا اما مشکل اصلی حل شد که امریکای برشان گفت که ما میبراییم دیگه چاره نیست ما سال هم میکنیم و آنی مجلس ها کسی کلش نمایشیش تقریبا تفاهم اصلی بین امریکا و طالب هاست چون طرف جنگ هستن.
یک شالبافی مثلا سخیجان از کابل زنگ میزنه که من کابل آمدیم امریکای و خلیجزاد و طالبان سارا نمیتونن. و برادر تو چی میگی تو خوی خرگوش که میگه که خواستی شده که سارا باید کسی میشه که جنگ میکنن ایدی هدر پلو خوری که چه کردی و گردی یک گفای مفتر بان به لیاز خود بان کمی موضوع شما و دیگه خطاب سه من از مزید مستق خبر هستم خلیجزاد نمی نوکرای بشغالگرا همی دزدا همی قاتلا می فهمین برشان گوجدت کردن. اگر شما در بین خود جور نمین اگر همین چی ما را قبول نمیکنین شرایط امریکا مجبور میشه که امروز شما را به مطالبه ایل کنه که خودتان را چی کنه چاریتان نکنه یا کلش حالا برخطا هست یا فقط جای پایی ها میکنه که اصلا این را کس چیزی نگوید. این گفه نیست که بگید تو میشه به مطالبه خشتبا نمیکنه که امروز دوست بشین حکومت جور کنه و خداوند اینمون تو مردم های پاک بیاره مثل شما دیگه وانه هست که با مردم خدمت کنن نه که خیانت کنن. دیر من خب ما روزی بسیار خوش میشم که برای مردم افغانستان استقلال بیه، برای مردم افغانستان یک حکومت درست واقعا عادل و به غم مردم خدمتگار روی کار بیه، مردم یک لبنان پیدا کنه، یک افتخاری دوباره داشته باشن. آلو خوصه بمو لطیب کونا وارد سه ناتو که نمیدانم روسیه که دیگه به طریق یک چند تا وطن فروش افغان مازکرزه گرفته تا همی اشرف غنی عبدالله که اینوان همی ارگان گروه های که چپ راست از افغانستان میدارن و میچاپن و میچاقن به دستی از اونا افتاده و ما هم رنج میکشیم. متاسفانه به خدا همی چهره ها را که من میبینم در تلویزیون آدم چرا نارام میشه. اگر واقعا ببینم و گپای از اینا را که مردم نمیخواه، یک دفعه دکتر عبدالله استاد میشه که مردم افغانستان ایران نمیخواه، ما تعجب میکنم که بابا تو را با مردم چی غرض؟ مردم خود شما تبا ساختید، چطور میتونی از حق مردم دفاع کنی در حالی که خودت خلاف رأی مردم در ارگ نشستی و توسط بادار شما را آوردن دو پیاده سطرنج واری انداختن تانه دیگه طرف. بسیار شرم و خجالت برای از اینا بکار است. باز دیریشه های لکس همه تو چی در جانی از اینا یک نفر داستان میکرد، میگه ما در صنف 12 بودیم، میگه یک معلم کیمیا داشتیم صاحب همین چپن سفید هم میپوشید و صاحب چیزا در گردنش و صاحب باز همو هوا میاورد و که نمیدانم اکسیژن هم میاورد و دیگاره که برای ما نشان بده. باز هر چی که میکرد در لابراتوار هیچ همو عملی لابراتواری از این کار نمیداد و این آدم همو چپن سفید خودش نمیکشید. میگه یک روز یک بچه سرش قار شد که بیادر من این چپن صفحه تا بخورم بچوشم معلم صاحب. همی هر روز که میایی تو ناکام استی خودت در اینجا در این لابراتوار هیچ چک اگه امو فرمول پیاده نتانیستی کرده در عمل چیزایی که در کتاب بود و این چپن صفحه دو چپن صفحه دو بلیاج خدا بکش همی چپن صفحه دو. همی دکتر عبدالله رو میگه همی طور که همی چپن صفحه دو دکتر رو که دو عبدالله و عبدالله عبد بندی خداوند دو نام از بالای خود مانده که بلیاز خدا بودید که بندی خداوند استی بنده های خداوند تباه کردی بدبخت. بله سلام علیکم. سلام و علیکم سلام. بله ثابت هستم، میخواستم راجع به رفتنت بفرمایید. شما از هالند گپ میزنین صحبت میکنین؟ بله با در هالند پیلن هستم گپ میزنم. من از امی ریشه پیدای بسیار سابقه بودم که در اردو بودم و باز در سراتوری بودم. بله باز حال خطاب شد. اسم شما چیست؟ سرخوی لوگر است. من از کلنگار لوگر است. اسم مبارک شما چیست؟ صدوزی. صدوزی شما اساس رفتن خطاب شد چون خاندان بسیار نامدار و شریف و در قوم خانه خیلی هم از ایستن بسیار مفید استن برای وطن خود، ولی مشکل است در یک جایی که یک لاش افتاده باشه بویش هر طرف رو میگیره، او تنها بویی به خودش منصوب نیست. دیگه حالا ما خطاب شده که میبینم رفتنش در اونجا به کی مذاکره کنه، به کدام گروه مذاکره کنه. هر کدام کجا آمدن و اختیار خودشم نداره، از خودشم که صلاحیت نیست، هر کدامشان یک گونه یکی
که بس استعمال میشن و خودشان هیچ کدام ظرفیت یا کدام تر تحصیلی یا کدام کمتر در خود پیدا میشه. دیگه از خاطر خطاب شد، یعنی شخص شریف است، برای وطنش بسیار مفید است، بسیار وقت خوب است. اگر بتانه بعضی مصاحبه خود از تلویزیون خود از میجه که مشورت تلفنی مثل که سخنگوی طالبان گفت میزنم، میتانه که کتش مذاکره کنن، نظر بخوان. چرا اشخاص نیست اونجا که از عرفای جیر بشنون، البته بر خود بسیار طفلانه شاید بکنن، پس چون ازی نمیزه باوردیم نمیتن. من حیث یک دوست خودش یا فامیلش یا دوست نسب و شخصیتش فامیدگیش که برای وطن غنیمت هست، یک روز شاید بسیار مفید تمام شود. دیگه ما اینی میخواستم که چیزی برش تشکر کاکا جان، ما بسیار لطف کردین، نظر شما رو نگاه میکنم. دیگارم و در چی میگه؟ در افغانستان هستم، هر وقتی خدمت باشد سفر افصاد دوانی ها کشتان رسی نوری تیلیفونی بست. بله. به هیچ حزب نیستم، به هیچ سازمان نیستم، در وقت دیموکراتیک غرق افغانستان در پول چرخی بودم که بعضی فامیلم بعد از اون خلاص شدیم دیگه، باز کتکار خدافیدی کردیم، بدتر از او آمد افغانستان، بدتر از او آمد افغانستان. درست میفهمم. فعلا خوب بهش گفتن نمیتونیم که افغانستان کی هست کی داره میکنه افغانستان. نمیترسم ولی حیف بود به تشخاصم میاد. یک وقت مسکنیان از ما خواهش کرد که اگر عزیز لودی را برای ما وادار کنی که خدا کاندید کنه، ما به شوهی کدام عزیز لودی را محتمال هیچ چیز کده را میتانه برای دیگه دیگه اصلی حساب است. دیگه آنم به خطاب صاحب چون با خود ما دوست پدر و پدر کلان ما هستن، ما از کلنگاه لوگر هستن، اینا از سرخم لوگر هستن، از خانان خیل لوگر هستن، از قوم بسار سیوم سیوان هستن، قوم جناس و اینا خانان خیلش هستن، شخصیت فامیلشان و کلشان و به کل لوگر ثابتن، به کل افغانستان ثابتن، خصوصا خودش کنون داره به کل افغانستان خدمت کردن، بسار خدمت هم به دین خود کردن هم به وطن خود کردن. دیگه همین سچگی و پاکی و شخصیت و تربیه قومیدی ازی ایجاب میکنه که افغانستان سخت ضرورت به تو اشخاص دارد. اگر یک وقت خواسته باشه امکان داره که خدا نصیبش کنه، برای این که این رای دین گرفته، رای خدا را گرفته و رای عام را گرفته، نه رای که اکرس. دیگه شاید تشکر تمام شده، تشکر مقابل یک تعداد ارزه و یک آدم های غیر استعمال دیگه من لازم نمیبینم که هم در اون جمله یک خود پایان جره. نه من شخصیت زیره ایست نمیافم در جمله همین جمله هایی که میگین تا گم میزنن بله میبینم در خود شد. اینو یک تشکر محترم است، بسیار تشکر. ببینیم و لطف کردین خود تو چیزای عرفار از دهن یک شخصی با تجربه و محترم هم میشنویم. دوستا هم وقتی برای عام آدم رجوع میکنه برای افغان ها باعث یک مصلحت، باید هم را آدم در نظر داشته باشه. اگر تعداد کثیری مرا گفتن که بروی، خوب فرصت است که از مردم دفاع میکنی، همی قاتل و جانی و دیگه و دیگه همونجا جمع میشن، سرنوشت افغانستان تعیین میشه. یک آدم بی‌طرف و سهلبین خوب نیست و خودت اگر اظهار بداریم و درد و غم و اندوی مردم بر روی مردم بکشین و هم کسایی که اونجا میای و بسیار خوب است. ما اگر چی میگم و موج تشویق میای، باز یک دوست ما میگه نه تو درست نیست. دیگه ببینیم که خدا چی میکنه. بله سلام علیکم. آقای خطاب عرض سلام دارم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام، بفرمایید. زنده باشه. آقای خطاب، من خلاصه یک نکته برای شما اجمالی عرض میکنم. پیشتر هم یه حاجی سخی خانم صحبت کرد، او شد تصادفی که برنامه مسکینیار هم در یوتیوب تعقیب میکنم، عین گفتار یک لایی پروگرام هم فعین گفتار در مون پروگرام هم گفت. حالا یک چیز جالب دیگه، اگر شما در جریان طول عمرتان نام خدا ما شما همین ما متوجه شدیم، هم یک چیزی که میبرای با دور رقابت میشه اینه میاره چندین حرکت صلح وجود داره که حرکت صلح هلمند و که حرکت صلح چی و چی بود. نمیادی تشخانه من این فامی برای نفع
کدام حرکت صلح همه تو گم صحبت میکنه. حالا ما میترسیم که بین این حرکت های صلح یک جنگ در نگیره که بروسه، بین این حرکت های صلح کدام از این حرکت صلح پیروز میشه. این برای من بسیار جالب، چندین حرکت صلح، حرکت صلح حالا میادید تجربه که خانم در پایش گم باره بود، نه حاضر به یک صحبت که با ارقام میشه صحبت میکنه. همین میگه شما از اونجا حرکت کنین، این بسیار گفت گم هسته. چون در دو تلویزیون صحبت کردم با شما، یادآوری کردم که شما و دوستا سرش قضاوت کن که چی میگه این آدم. و مثل از این افراد، مثل از این امثالاتی آرامی راجی و چندین حرکت سالی که با وجود آمده، نظر شما در این چی هست که در این کدام دسیسه و پالیسی وجود داره یا نداره که هیچی طوری به این شکل چندین اینا از کجا سپورت میشن؟ اینا مرموز و قابل سوال هست آقای ستاب که این کدام پرابلم بار نداره. بله 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 تشکر. نیست شاقام جدی صاحب، استاد شاقام جدی کدام شخصی دغل و دوز و اینا نیست، کدام خیانت نمی کنه، کدام خب مردم جمع شدن در تلویزیون گپ بالا شد، گفتی بازی همی سخی خان همی صحبت هایی را که کردن که مردم بخیزین و که چطور کنین. خب باز یک رئیس کار بود، باز ما گفتیم من بهترین همی شاقام جدی صاحب هستن که اونا استاد شاقام جدی ریاست بگیره، باز اونا هم پذیرفتن. باز یک چند نفر به شمول خود ما هم تایید کردم و حالیم تایید میدارم، مگر در یک حرکت باید تو نشو که امو یک القب شر قوی باشه و دیگه هم تو کنده شو زورش نکشه، کلگی باید به قوت با پیش بره. سخی خان میره افغانستان و یا چی میگه چشم دیدی خودم میگه، مگر حرکت کنین، نمیگه که بریم حرکت کنیم. و من سخی خان گفتم که در کانادا برین استادیو هست و یک اشتهار خوب کنین یک ساعت، در شمال کالیفرنیا هم همه تو که یکمه که شولوار شوه این مسئله، اگه ایره صرف با یک نفر سرشانی یکی بانین و برین هر طرف تفنن کنین و باز بین که چی کدی، او درست نیست. یک حرکت باید، من خودم باعث یک گوینده هستم، میتونم با ممد یک حرکت شوم، مگر خودم در درون یک حرکت وقت ندارم که شب و روز یک دکتر صاحب ستایی اونا هم لطف میکنن، مگر یک قران به می حرکت مرکت نمیتسه و جیبش نمیبره. اما چی میگه بالا بیشو گپ فراوان بزن از یاد زیاد هست، مگر یک کسی که راستی ما حرکت کنه امی چی طالبا اول که برآمد به نام تحریک طالبا نام داره، یه گروه میگن و دیگه میگن از عقده و از اسم تصغیر استفاده میکنن که پایان بزنن و تحریک طالبا بودم. تحریک یا حرکت باید عملا نشان بده یک چیز کنه، اگر در اونجا در میدان جنگ تحریک یا حرکت با پیش نمیره، در زبان خوب بره، در تبلیغ بره، در تا که بیخ بگیره، معایه بگیره، باز آستا آستا با افغانستان نقل مکان کنه. اگر آدم تالی خسته را نمانده و سه کاسه را گرفته باشه که حالو بتیه که او تو نمیشه. بله سلام علیکم سه. و علیکم سلام. و علیکم سلام. میره بانی میکنین بفر بله آواز مرا میشنوم سه. بله بله سبا جان استین بفرمه. بله شکر که ساعتان خوب است، ما البته حرفای همه را میشنوم و صحبت های آموزنده شما را میشنوم. امی سابق قدسی که دلای مردم کلگی پر از سابق امی خانما و فرزند جایی که میمان میبودن امرای شوهرهای خود بله. امی دو ساعت یک ساعت شوهر وقتی با من خدایی استاد میشد تا خانما از مذاکره و امرای یکی دیگه خود یک با من خداییشان یک ساعت طول میکشید. اما حال برعکس شده، حال خانما استاد میشه و شوهرهایشان یک ساعت راجع به سیاست گپ میزنن تا دانه دروازه گپ میزنن، دسته که دلهای کل پر است. خداوند یک روشنی رو به کشور ما بیاره دیگه، ما منتظر می باشیم. فقط یک شعر کوتاه دارم اگه جایی باشه. بفرمایید. مهراب دوحال، زان پیش که ما را درد از پای براندازد، از بحر خدا یاران در فکر دعا باشید. ای چلچله ها تا چند از باغ جدا باشید، در گذر سیلاب محکوم فنا باشید. زاغان سیه دل را در سایه گل جا نیست، زاغان سیه دل را در سایه گل ها جا نیست، باید که شما هنجا در شور و نوا باشید. آفرین.
دیگر تاج شاهنشاهی بخشند که نخروشید. گویید نمی خواهیم، بگذار که گدا باشه. از شاخ گلی در باغ محراب دوها سازید تا فاجعه برگردد مصروف دوها باشه. زان پیش که ما را درد از پای براندازد، زان پیش که ما را درد از پای براندازد، از بحر خدا یاران در فکر دعا باشه. پس چی کنیم غیر از دعا؟ از دست ما چی ساخته نیست، فقط دعا میکنیم و رنگ میبینیم که باش که آخر چی خواهد شد. بله بله. دیگه وقت دانه نمیگیرم. بسیار تشکر. دیروز با یکی صحبت میکنم، میگه اشرف غنی بیچاره همین مسئله لوی جرگه مشورتی صلح، میگه آجسته آجسته دیگه وضعش خراب شده در درون خود که حکومت هم باشه. چی میگه دکتر عبدالله هم مقاطع کرده و رد کرده و دیگه گالی میگه شورای علما را میگه که دیگه شما خماش میخورین حرمزاده دیگه از کار نیستین، دعا خیلی کنین که این شورای یا امید لوی جرگه تحسیش شو. گپ با دعای از اونا رسیده دیگه. از ما فکر میکنم که دعا مادم کنه و حرکت هم کنه و یک چی اگه میتانه او را انجام بده یا حرفای نیک زده میتانه او را دریغ نکنه، برای که خود انسان حیوان ناطق است و در زبان انسان ها برکت های نهفته است. بعضی انسان ها میگه در یک محل میاد یک مشکل مردم برخورده، برای یک دو دقیقه که گپ میزنم کلگی میگه که ولی خراس میگه باید همه تو شواب همی کار باید انجام بتیم. بازمو باعث رای حل میشه، یک فرموله یا یک حرکت جان میته، یک چیزی میگه دارم اونجا دیگه. به اول حاضر بیاین بیان بدارین خود گفتار انسان ها تأثیر گذار است. توده ها را شور میته، حرکت میته، بیانات انسان. خود پیغمبر اسلام دمی خود گفتار میگه بچار کم گفتار میفرمودن، مگر یک قدر مردم هم مجذوب خود میساخت دمی گفتار و اخلاق و کردار خود که هیچ حد نداره. اما خداوند یک لطفی که نموده بود، بسیار سخت یک قوه جاذبه پیغمبر اسلام داشتن. یک شم و پروانه واری مردم یک دفعه که پیغمبر می دیدن باز الهیش نمی دادن و تو جان به جانی می شدن، جان خود واری اونا را دوست می داشتن. دیگه بحیث یک گلگو هر انسان یک در نطق و بیانی از اونا یک لطف و یک حلاوت یک جاذبه افتاده که از دل باشه، از صداقت باشه. یعنی خود انسان میتونه بسیار ضعیف آفریده شده، بسیار بد میشه، مگر با اعمال صالحه باز انسان میامد تو که انسان در خسران است، مگر با اعمال صالحه یعنی با و صبر و حوصله به درجات عالی میرسه. ولاس لین الانسان، بسم الله الرحمن الرحیم، ولاس لین الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ای سوره میگه به حد قوی است که اگر راستی واقعا آدم توجه بداره اصل انسانیت ضعف و بدی انسان و باز نسخه که بر انسان در اعمال صالحه و صبر و حوصله و اینا داده شده انسان به درجات عالی میرسن. به هر حال بله. سلام علیکم. السلام علیکم برادر محترم. و علیکم سلام. سلام خوب است سر کی سر خیر خوب است ان شاء الله. خیر شو خیر و خیر گرامی دوستام خوب هستن. الحمدلله مهربانی میکنم. زنده باشین. خطاب صاحب محترم، من تقریبا شکر که ساعت دارین آواز شما رو میشنوم. من 35 یا 40 دقیقه از گوش شما. الله الله ببخش. من خدمت شما عرض کنم با اجازه شما. ام یک تعداد برادر هاست که می فرمودی شما می آین تکرار میگم، مثل که اون برادر ما پیشتر تفسره کرد در بخاطر امی محمد شاه خان است یا آمد شاه خان که گفت لعو لعب میگه راست ها میگم اون برادر ما والا خوب تفسرهای خوب میکنه. امی آدم خود یه چیز چی نمی کنه، یکی اون برادر دیگه ما که از استرالیا تلفن میکنه مقاله میخونه، او برادر شما که بخاطر صداقت به خاطر عدالت گپ میزنین، اول می عدالت خود از امنی برادر ها چی کنن مراد کنن که صدها نفر در گوششان هست یا در پروگرام میان
لاولب میگن و هیچ گپ صحیح نمیزنن و وقت هم ضایع میکنن. اگر آسیا هم شما اگر شما عزی کده اضافه یعنی به قصد ستان میشه که میان مزاحمت میکنن، اگر شما در افغانستان باشه ما افغانستان به خدا میفروشین هم به های بسیار ناچیز. چرا یعنی ما قد قدرت ستان میشه که می تلویزیون میان ساعت ها میگین و میگین و میگین و اما تکرار و هیچ چی نمیکنم. بسیار افا میخواهیم خطاب بسیار مادرم اما برادرم ما بسیار پیشتر خوب سر از این آمد شاه و باز کسای دیگه تفسره کرد که لاولم میگن تکراری و تکراری. بهرحال خطاب سر مادرم در مورد صلح افغانستان بسیار سنگ اندازی ها هست و ایر خداوند جلالاشان او اگر یک معجزه کنه و لطف خداوند انشالله بی پایان است و قراره که از این فهوا و یا می جریانات مذاکرات و فضای مذاکرات هم تو به اصطلاح فامیده میشه انشالله به توکل خداوند جلالاشان او یک صلح پایدار به توکل خدا خواهد آمد در افغانستان. بله. امید است که شما برادرها که میرین که انسانهای دانشمند با فهم هستین، خصوصا شما دکتر صاحب ترکی از فرانسه و مومن صاحب و یک تعداد برادرهای دیگه است که نامایشان همه بیاد و منه است که بگیرم، کاش که دکتر صاحب میر عبدالرحیم عزیز که یک شخصیت راستیان ملیس و نام دیجه می بودن که اینا راستیان هم شما میتونین دردای وطن همی ظلم و ستم که سر مردم شده امیر در مدت که برای شما وقت داده میشه همه تو فشرده گفته میتونین و انشالله چی میکنین و معاملگر رسین الحمدلله کل شما هم یه نام گرفتم و خصوصا یک تعداد برادرهای دیگر که نامشان از یاد من را دیگه. امید است که یک صلح پایدار با وجود و باز من با میخواست تلفن کردم که می برادرهای که میان تکرار همو گپارا گاه از یک جای شروع میکنه گاه از موبایل شروع میکنه در دیگه پروگرام ازی یک ذره باید خدای خود حاضر ببینم وقت مردم تلف نکنه 15 روز بعد 20 روز بعد بیان یک در لاین داخل شون یگان چیزایی که راستیان قابل گفتن باشه نه تکراری وقت زدم. تشکر شد دیگه نمی ارزم تشکر شد بله میره بانی امید است به لطف خدای پاک یک صلح سرازه الهی آمین الهی آمین. و پیشتر شما ببخشین اجازه هستم یک دکه دیگه هم وقت بگیرم شما پیشتر هم بگفتین از خاطر می چپنه که می پوشن و به حاصل و به چی گف می زنه اما یک چی آدم آمد راسی هم هرچی باید یک حاصل یک نتیجه و یک چی داشته باشه که به یک کس یک خیرش برسه. میگرم در وقت هاشم خان سطر اعظم گفت سطر اعظم بود به طرف قندار چی میکرد یک سفر در موتر میکرد گفت امون روز بارانی بود گفت تصادفی در می نزدیک های وردک در موچه ها گفت اموجا در می میدان وردک گفت یک موتر از این گفت در جویچه گفت تایرش رفت تایرش رفت بود یک رفرا آمد و هر قدر که زور زدن یک کشیدن از آنسته گفت یک وردکی آمد چاق کلان کل گیره گفت پس شد که من این موتر رو میکشم کلیگی گفت شد گفت نه یک کسی نیست تنها گفت کی گفت شانه رو چی کردم زیر پارت موتر گفت این موتر یک یه دیمی جویشن تا بسرک پس راست انداخت. هاشم خان هم میگن بسیار سخت بود در قسمت پیسه و دیگه گفت تنها کلی خود از کلکین کشید میگه این نفر را گفت که وردکی را گفت که بسیار تشکر گفتم این وردکی شون قوی بود گفت این موتر قایم گره گفت از هم دا تشکر ده ویخ رام وید کن بکن ما تا پیسی را که چهار داری تا ویسم گفت باید شما همین صدر اعظم گفت با کدام کسی عمر کرد گفت یک قران یا یک روپه گفت برشتاد دیگه گفت برو دیگه وقت شما رو نمیتونم تشکر بابا سفر خوش و بخیر برای شما میخواید. بله این آدم های کنجوس که هستن سب هاشم خان طفلم نداشت ازدواجم به خلم نکده بود یک آدمی همه تو یک سر و یک گوش بود مگر پالیسی 40 ساله حکومت ظاهرشاه هم تو خوب پخته برش ماند که همی ملت به سواد هم باشه و گرسنه دیگه پاچهی کده برو همون کار با صورت کرد. بله سلام علیکم وردک صاحب مهربانی سلام زیر پسند غوارم ماشکانی چه با چه سر پلاید دادی وردک نوم راغه و پا وردک هم غگیده نوم ها در بندی غگو که میره بانیم دیره بخن اقوارم دیده نسید ملگری پا وردک هم بانده و
نه نه آقا، آقا خود دیره که خبر او کرد. نه 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 یو کام در خطاب کول در ایچ وقت آقا نده بچه اوی چه احمد و محمود آقا دیر دی ولی که کام بانده به ما آقا فرق نشو خب به هر صورت بانده ولی کام باره که اوگه چه توره کردن توالی پا قارس آقا بپریگیرم موتری لخا لکندی رو استلای تا پا قاری چنگ خب قار به دی بانده خب خ خبری وک خای د پریده خو قطا کوم ما سره چې تاسو خو زما په ټول مرګیو زنګ وایله اول څه پدې رسول په معاملې باندې پر رسول حداسي وی چې به طرف پدې کنه تاسو خو روان خړای او کی چې به طرف قضا هات وته نه دا چې د طالبان طرفداری وته او نه د هغه په طرفداری وته ځکه چې هغه قسم طالبانوم دسته دیر دیر هغه کړي دي چې بولی خرابې کړي زه د خپل ځان غوښتم دا شان چې دلته وایم حالت هم وایم نو د سیز نوې شای زنل رم دا کله چې د طالبانو په حق کې به زه دا شو یم زه په جهاد کې هغه اول سر ما جهاد کړی د ما دی یو د مابازو هغه د روسانو په مقابل کې ډیر سو جنګ یې دوی سره جهاد یو ولیکن طالبان یو اخر هغه شهید کړ هغه اول چې شهید سوال پدې کې د چا غمنان د طالبانو نن ژوندې کړی او دغه واری ټول هغه رزم کی خپل رزم یو دوست یا دوست چې خاله د احمد احمد مېره مې دی احمد چې نه د څه د خور مېره دی دا خو وین روانه په خپل مېړه درې ځامن یو څمره درې ځامن دا حکومت پر څمړکړي څمړکړي طالبانو مړه ولی امریکایی؟ طالبان پدی خاطر بانه چه ده جوی رقلی و پوکمت که خرخ دوی پیغل رو رانه قطعی نه شاین وایی چی سو دسی معلوم نده شاین دسی تو از لکه زو وایم چی تلاری آلتا پاکو چی که دی ادری نفر امریکری بیر بیر تراغلی ما سر اغیگی گی کنه و دسی ارز کام خطاب صاحبه ما مطلب بده کده چه در افغانستان بسرحه که یو خواه که زدست و کدست و کچه و دا خود درست وای دا طالب سعی تبرکوله نیسی و طالب تا دفاع دی طالب لپارم چوک نیسی دوم را لار سما وقت زایی کمش پار سات سفر و کما خپل کارونه غون خوشی کمه چې لاړ سم د طالب دفاع وکړم او طالب د ما دفاع ته ضرورت نه لري هغه خپل امریکا سره دغې وی میدان کې مغې دی ولته خلیلزادم د هغه سره ناشته او صاحب غوینه خواهش کوي هغه کې هغه یو څوک دی چې ما ته ضرورت هیڅ نه لري ما ته کې ډیر ضرورت لري نه نه ما ما بیا نه دا وکړي چې ته اجازه راکړه کنه ما په دت پاړو جنگو کې ډیر مکمل سام خسته دی او ټول مې هغه چې مرمۍ د سړی ته غوږ تیریږي هغه بل وخت دی هغه سړی چې د برونه د خبرې کوي هغه بل وخت خو نه ما اوس خو د مرمۍ هم نشته شی هم نشته تلویزیون کې غږېږي څه غواړې څه ووایې قنده غواړم داسې درته غواړم چې د افغانستان د افغانستان چی شي زه داسې غواړم چې د افغانستان د ملت هغه بیچاره هغه چې هیڅ نه لري هغه چې مور پلار یې د لاسه ورکړي تاسو چې کله بیا اجازه راکړئ چې تاسو چې کله بیا چې هغه عسکر حضرت علی کرم الله وجهه یو وخت ډیر بېوسه شو ډیر اقتصاد خراب شو ولیکن د څانه یې اوبه د یستلې یهودو ته یې خرڅولې هغو به یوه خرما ورکوله نه چې تاسو په دې عسکرو باندې نیوکې کوئ دغه عسکر بیچارهګان دغه خون کنن نه فقط اولاد به باندې فرض ده که نه ده که د هغو ځای نه راووسي چېرته ولاړ شي پس په دې خاطر باندې د عسکر هم د اولاد دپاره نه فقط اولاد دپاره نه فقط به باندې فرض ده هلته چې چې د طالبان چې تاسو یې وګورئ طالبان هم داسې کارونه نه دي کړي چې په هغو باندې سړی ووي چې دلته طالب خبرم مطرح نه ده ماته د حکومت هم نه ده زه د افغانستان په سرنوشت غږېږو چې دا سرنوشت څنګه د افغانستان جوړ شي طالب خپله پالیسي لري ښه او بد یې درج شوي دي په اجتماع کې هغه پوهېږي او کار یې پوهېږي زه طالب په پالیسي دومره هغه نه لرم مګر طالب که یو بد کار وکړي انتقاد ته یې هم کوه زه یې هم کوم هر یو یې باید وکړي
مگر اول خبر پدی کرده چه چه انتقاد بعد دو طرفه و نه یک طرفه دست هم چه نه اردو در افغانستان بهترین اردو هیر جنایتون ندی پکی دمره جنایتون ندی که تاسو هیر زوکم دمره بان خبر نهی کزه چه به بان خبر او پل خواده که بگورم چه طالبان هم حقا قارون ها کرد اتوک بی اغا ملت چنن پا تلویزون که خیلی او اغا حالت سطور گرزیم اغا خدا چه تاسو ده که اشی خطاب با تکوهی او بانه دیز اقل قلیدی دیر زور پی بانده غلازی چنن فایش ها شویده بخاطر دو بانه چه پینزه اولاد هست بعد اولاد ها پاتی دی جو سرای حالت دوده خوری اغا خلکان رو بچوه و چه ریمو پی بانده واچه رو دیر یه اخره او یو بل سرای چکم دیتم نلی زه اغا ملت ها جارم اغا ملت ها روپی ها چا چه خوری یه همه تا گوته نیسم اغا چا چه غلط ری کرده همه تا نیسم و طالب خو ورو رات ولای ده په جنگ کې د سړای نو تم نو چې زی او راځي کوم او قدل لري له چا او هغه خو جنگ کې ده هغه هغه کې د حکومت د 15 میلیونه بلیونه ډالر خو طالب نه دی پټی کړی او که بیا پټی کړی طالب په داخلو خلو وای بیا چې نه پټی کړی وي غل دلته ولاړ دی بل چپ شي منډي وي تم نو ساده سړای کنه اردو کې خاغه شنو دی پرچم خلق اردوم صاحب ډیره ښه اردو ده خلقیان ډیر کلک کاغو ته مونږ تللی وي شاید هغو سره به د همکاري هم کړي وي نو خی دا جهاد بد کول د مجاهدینو څه کول دا 2 میلیون انسانانو بد کول څه جهاد یې کو اوس د خاورو لاندې دي هغه ښځې اوس فایشګي او ګدایي کوي ته باید د حق دفاع وکړې که نه غل باید وپېژنې ته چې په یو هغه کې مسند ناست یې غل او قاتل او ښه او بد سړی نه پېژنې هرې راولي او ټکوي اردو ته چیزی خو اردو ته ځي د خلکو معاش خوري د وطن خرڅوي باید وینې کړي هم دا کار تو نو بیا ولې اردو د افغانستان د ډاکتر نجیب د نیولې تر دغه ارګان د سرې خلقیانو پرچمیان نو ولې هغه هم تبرک کړي نو هغوی سره هېڅ غرض مه لره دا خو د وطن مسله ده سړی ځیلي او چا سره همکاري کوي اردو کې ورسره کالي اغوندي معاش یې خوري جنګ د هغوی لپاره کوي زه د خارجیان راځي هم د سکاټ میلر لکه د دوی میړه غوندې عملته ناست ده په کابل کې هر څه چې ورته وایي همغه کوي دا اسدالله خالد سکاره ده یا بیړه بیعقل سوډر سخوندر یا سړی یا امرالله صالح یا د خپل اشرف غني یا د کرزی پیسې له دې باندې راځي امر له دې باندې راځي غون شیان راځي افغانستان په اشغال کې ده فاشا یو خدا ده جبر فاشا ده اوس ډېر هغه د عاید و د هغې فاحشهخانې جوړې شوي دي چې هغوی وږي نه دي دا فاشا شراب دا ترویج شوي دي دا خلک چې نن ما غوښته چې یو عکس واچومه په تلویزیون کې چې دا د پولیس سوخته کوده ده یو مثال یې درته وایم دا د پلو لاندې دا خلک چې پراته دي بېوښه همداسې په زرهاو نفره په کابل کې په د سکاټ میلر د مخې ته هم دا هغې دي دغه دورې روشن ده او هغه نور دورونه چې وو هغه غوند تیارو ما به عقب نمیره عقب ته چې لاړ شئ خو دغه شیان نه وو کنه او د ظاهرشاه په وخت کې دغه شیان نه وو دا نور دورې لا پرېږده باید برن یک 40 سال به عقب برن اینا یک صلحه بود یک سلام بود یک قانون به صورت نسبی تطبیق میشد دا غلا نه و چور و چپاول نه وو دا فاشا په طالب وراچې چې فاشا په طالب کړی دا ډرګ په طالب وراچې نه وایم چې طالب دفاع وکړي هغې کوي مګر رښتیا واقعیت وایه کنه ته وایه واقعیت وایه واقعیت خو دا نه دي چې زه لاړ شم طالب ته سوټی راونیسم چې د فحشا په کابل کې چې رواج شوې ده تا کړې یا دا هغه چې دا د اردو کې وو که طالب یې مړ نه کړي هغوی مړ کړي دا اردو چې ده دا خو ضد طالب ده دا اسدالله خالد ویلي سنګر یې نیسي سر یې وایه نو چې هغه د امر چې څه وایي چې دوی کوي نو هغه یې ولې ونه کړي دا جنګ ده زموږ دا جنګ قطع شي نه اردو مړه شي نه طالب مړ شي بله سلام علیکم تاسو سلام علیکم وعلیکم سلام دغه اخر کې یو قوس او برادر ګل فقط هم سوال لاند سفر دې بخیر په خیر لاړ سه وره امام الدین صاحب به ډیر خوشاله سي ساګرد میهمان نوازی پر هغه باندې ده هغه به وکړي چې خبر سي هغه تاسو ډیر مقرصه مخلصان دي او بل ځای کې نرم هر چا کده اجنډا ولې ده ګمان کوم ډیر جنایتکار خائنان غداران خجالت به بس شاید را نشي او ډیر سره سي هغه به ګستاخي او باقي عیسا کوم نه لوي نه به وکړي فقط موفق اوسه د ګور دعا استاسه سره ان شاء الله ته به خو حساب شپې ضرورت نشته چې لکه دا مخکې شتاتو سره نه
راهنمایی کی تاگر به معنا خبری پچ خبری دی فقط ولی خاطر جمو سه هیچ مشکل نلری زایو د مسکن هغه وی محمدین صافی سر به نام شان تماسونی سر هغه خبر دی پرګور اجنډو د طالبان سره د شر کار کی طالبان ته ډیر مهم زړیم دی نو ابرالو خطاب ساده ست ډیر شدی د ریډیو د وخت ډیر شب برنامه وی یو ساعت مو سفر به تا خبری کوله دا به موږ مخ خوریان ته ویل هغه بس کسه ته ویل سپول به براتله مشکل تاسو موږ ګردره حال کې به تلویزیون موږ په لوري مې خپل وخت نه رسیدا خو شو یو ساعت یا دوه ساعت مسلسل خو نه بلان ډیر فاصله نه وال موږ دلنن کې جنرال صاحب چې خو به شي ماته ما باغ ته ورکې خو ما ترکه خو دا هم بنیمات ته ډیر خوړی چې خپل دې او ته چې د روانې د مجلس د خپل ایمان وجدان په در سایه لاندې روانه هیڅ نو مشکل هیڅ نو خو له زوبو ډک نه ده موفق اوسه فقط ان شاء الله دعا وي در سره نه ډیر مننه bale salam alaikum وعليكم السلام اختاوه سلام وعليكم السلام بفرمایئ صاحب شما خوب الحمدلله خطاب سلام الحمدلله دعوت تمام مسلمانای افغانستان یک هدف است استقلال افغانستان حکومت اسلامی عدالت اجتماعی فحشا نه دراگ نه الکحول نه این تمام خواهش مردم مسلمان افغانستان از خطاب محترم و دمی هدف طالبا یک حرکت پاک منظم با خدا پر از اخلاص ایجاد کردن اونا را خدا هم جلد جلشانه تو تعال کامیاب ساخته اگر اونا اخلاص نمی داشتن خطاب محترم و دین خدا را خوف الله نمی داشتن پختایشان باد می شد در آسمان امروز 48 مملکت جهان می تانست که تباه تباهشان که نمای قدرت پروردگار عالمیان است که مردم شجاع شهر افغانستان ماشاءالله مسلمان که غیر از اسلام دیگر هیچ نظام حکومت دیگر گنجایش در افغانستان نداره از امی دفاع میکنند رفتن شما لبیک الحمدلله و هدف شما و طالبا یک هدف از ما شما کل ما که خارجی ها خارج شوند حکومت اسلامی باشه فحشا و درگ و الکحال و بیعدالتی و ظلم استبداد و سکولاریسم از افغانستان خلاص شد منافقین پای پاک شد ان شاء الله تشکر قند ما تمام شما خدا حافظ بله بله السلام علیکم بله خطاب سه محترم سلام و علیکم سلام بفرمایید شما آخرت خیر بود سلام خدمت شما و تمام بیننده خطاب سه عرض شده که در افغانستان کسی که سال نمیخواد او افغان نیست و هیچ احساس نداره او حتی مسلمان نیست اما پیشتر برادرها گفتن سال یک تعداد کساست که سال به خاطر منافع شخصی خود میخواین به خاطر هدفی که دارن به خاطر دزدی خود میخواین یک تعداد کساست که به خاطر قدرت میخواین اما یک تعداد کساست که به خاطر مردم افغانستان میخواین که از این بدبختی روز 200-300 نفر یا دو جانب ما کشته داریم از این خاطر این سال را میخواین منظور در این جرگه این سال هم دو جهت منظور است که میخوایم یک چیز دیگر رو روشنی بندازم که این سالی که امروز روان است همین کسایی که خواسته شده از دو جهت خواسته شده بدون چند نفر مخصوصی که رهبرایی که در جرگه در جلسه ماسکو بودن کنا میرن دیگرها از طرف غنی و از طرف طالب خواسته شده ما در این جرگه در این جلسه انسانای واقعی مثل شما و دیگر ها وجود داره من صرف یک سوال میکنم از جناب شما بس. که شما از طرف طالب خواسته شدین یا از طرف دولت یا از طرف مومن صاحب یا از طرف کی امیر شما معلومات دارین که شما از طرف طالب خواسته شدین یا از طرف دولت کابل امیر قاطعانه لطفا جواب بدین ایتور است که بیادر اینجا لیست جور کده بودن 199 نفر اینو نمیفهم که کی درست کده بیشتری مردم هستن که زد طالب هاست در لیست هم هستن این همی لیست 192 نفر کسایی هستن که همو جهت طالب تایید نمی دارن ما همه ایشناسم شن در لیست اونا هم هستن بازی لیست جمع لیستی که در از افغانستان می از طرف حکومت که الان اونا چانزنی میکنن و روان میکنن نفر خود ای با حکومت قطر ای متوجه تو جلسه نیست که طالب دعوت کرده باشه اون امور ما کمکی چی بودم اشتباهی بودم گفتم اگه تنها طالب میمون کنه یک نفر دیگه در اونجا من نمیخوایم که برم که ولا طالب اگر مردم افغانستان کلگی مجموعا در اونجا میزبانی از او حکومت قطر است همین تکت تو تیاره و هتل موتل و چیزا را نان و آوی کسایی که میرن این حکومت قطر میده برای ما در این تلفونی ما یک نفر به زبان انگلیسی صحبت کرده از قطر او مسیج مانده که پاسپورت تروان کو دیگه کو اینا ما به گفتی او کسایی که از
او طرف تلفن کرده بودن او را اغماز کرده. وقتی یادم که تلفن کرد دیدم که میزبان از حکومت قطر است. این قطری ها هم پولیش میتن، هم نان و آب میتن، هم تکت تیاره را میتن. میزبان شام هست، میگه که در این ملک ما شما میاین، میمان ماستین، شاید هم سکیورتی را اونا بگیرن و شما در این جلسه میمان هستین، در ملک ما گپ بزنین، نظرتان را بیان بدارین. این می چیزی که من دیدم، ما پاسپورت خود برشان کپی کردم، همین خدا شاید است، این یک کنیم ساعت پیش من عکس گرفتم، در این اعلانات مروان کردم، وقتی همین مسئله را درک کردم. بگالی هم اگر خداوند میداند که تو وقت کم ما چطور میتانم اونجا چیگم. عرض ما ایسته که اونا مهمان ساخته. طالب یا حکومت افغانستان خود ما را شاید نپذیره. و طالب هم چیزایی که طالب اگر خودسری کنه، طالب برا بدبختی را بیاره. ما زمیالی برتان میگم، ما ضد طالب هستم. مگر تا امو حد ما جانبداری از امو خود پرنسیپ آزادی میدارم. پرنسیپ یک حکومت عادل میدانم. امیالی امی حکومتی که امروز موجود است یه اوی گنده شده. در اینجا هر میکروب که شما میبینین در اونجا موجود است. کلچر ما را به هم زده. در 18 سال افغانستان به کلی گفتم، چند بار گفتم یکی، اما ارزش‌های اجتماعی ما ریشکن شده و این دوام میکنه. طوری که اینا میگن که به عقب نمیریم، به پیش میریم. وقتی که کثافت هر قدر زیاد دوامدار شده، اما قدر که میکروب زیاد شده میره. ما میگم که نه تنها که به عقب اگر لازم شد برین، به یه عقبی که جنگای داخلی بود و پرچم خلق بود از او خیز بزنین، و دورانای دیگه به صورت نسبی خوب بود. ولی همین جنرال صاحبی که علی تلفن زد از دوران پادشاه سابق بود، یا همین بزرگایی که در وقت کار میکرد، مردم های بسیار با رسوخ و شریف بودن، ولی وطن دوست بودن. اگر پیشرفت تعالی نبود، یک کشور غریب و عقب مانده جهانی سوم بودیم، مگر از لحاظ ارزش‌های اجتماعی خوب مملکت بود، میمانداری های بسیار خوب داشت. حتی در خیمه یک غریب یک آدم کوچی میدرامیدی، اما شهامت و نجابت در رخ و رخساری از آدم در گفتارش آدم میدید. آلی او کنده شده، اما خود لوی ها نماندن، لوی جرگه معنا نداره. بنان این مشکلات فوق العاده شده در افغانستان. به او لحاظ ما میگم اگر میرین به او وقت ها برین، و اگر میخواین به پیش برین این را ریشکن بسازین. این گندگی باید از بین بره. همی حکومت، همی کسایی که اونجا میایه کلگی امو یک مشت پر مردم افغانستان در دستشان است. امو دوز و دغل افغانستان است. در 18 سال بالای سرنوشت مردم افغانستان بازی ها صورت گرفت. اینجا یکی به نام راز محمد چطورکایی بود. مبشر برای ما جالب بود که به موسایت ازی رفتم. خب این برادر ازاری ماست. بسیار چی هست؟ متعصب که خودت اینجا چی کدی که نمیدانم. این میعرفای یک نفر قهر میشه که تو چی کار هستی و بیادر تو چی کدی که ما دیگار نصیحت میکنی وارد چیز گفته. باز من به سایت ازی رفتم، بسیار یک شعر مقبولی داره. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزی کی پرسی چی کنی چون باشی. قدر زیبا یک شعر ما از آدم آموختم که را من مشک کدم و سرمشک زندگی انسان ها میتونم شعر باشم. ازشان تشکر میکنم، از یک تعصبی به امرای ما برخورد کرده، جایی که ما بینیشون امور بد بگویم که چرا یه فار زدی. این شعر یزی برای ما بسیار سرمایه میتونه باشه و واقعا هم طور است که آدم باید به بازوی خود باشه، بسیار عقب این وانم نگرده، کارهای نیک انجام بده، برش دار. در اجتماعات اگر دوز و دغل نبودی و خب خب نرفتی، هیچ کس غرض ندارید. اما آدم با جرات هیچ کس چیزی نمیگه. در مو خوشی لوگر اونا هم پشتور بسیار به یک ترتیب دیگه اجرا میکنن. میگه دو برادر دشمندار بودن، بسیار نفرت داشتن. میگه در یک جای کمین گرفته بودن که او آقا از او طرف میامد و که فایر کنه بالای از او را که دیده بود و که تو کاکا و سرشار و باید میخانه و دمی گل صوب و تاریکی هم بود، میگه دم وقتای سپیده دم تیر میشد، این دو بیادر تفنگای خدا گرفته و سنگر گرفته که فایر کنه و که و آخر دیده که او آدم رفته و صاحب یکی از جا فایر نکده از ترس و جبن و اینا. بازو گفته بود که بیادر خدا گفته بود که چرا نزدی؟ گفت مش گفتم که توش مزنی، توش گفتی که مش مزنم، نه توش زدی نه مش زدم. دیگه آدم نه توش زدی و نه مش زدم نباشه، همه تو سرشار برای خود برو
دیگه جبن میورداریشون. هر کس که بود ما میگم همون لطف خداوند در درونی تا نگاه کنین، اگه مرده بودین یا زنده مردی تان هم شریف می خطاب میشه. برحال گران دوستان و تاسیاری و پختای سپار و پا مخم خد خدای پامان که نصیب و بیا بسر و گور.